فورمالو یه نوکود no پلتفرمه ما کمک میکنیم که بیزینس ها ابزار اینگیجمنت کاستومراشون رو با ما بسازن بدون کد زدن تبریک باید این اسمت جدید مسئله این اینه که بدهی جدید مبارک <تصحنت> <تصحنت> اشار جدید مبارک آره <تصحنت> اولویت قدیم این رشد بود الان شده کپیتال افیشنسی یه سری بیزی هستن که دوست داری باشون کار کنیم اسمشون بزرگه روز اول نمیری سراغ اون روز اول میری سراغ کوچولوها یه نیوزلتری ما درست کردیم هاجی یواشی هر یا م ما برای همه اینوستورا میفرسیم بیزینس مدل هایی که اتفاقا وی هم خیلی روش اکسایتد ترن نه که یا الटरनेटیو برای ساس پیدا کنیم ما نمیتونیم کودیناف باشیم برای همه اما برای دو سه تا کلاینت میتونیم باشیم تو دنیای امروز استارتاپ بی تو بی خیلی شانس بهتری دارن تا بی تو سی ها مثلا با اومدن ای آر. الان تو این مارکت که کیفیت پروداکت ها اینقدر بالاست مگه با یک پروداکت بی کیفیت بری تو واقعا دیگه کار نمیکنه و این اتفاق برای ما هم افتاد بهترین تعریفی که بر مارکتینگ شنیدم مارکتینگ از ما باید دیمند بسازیم تو ذهن مخاطب این جمله اینکه لتس بی دیتا دریون ببینیم دیتا چی میگه نجاش میشه همین که بریم ببینیم یعنی مردم چی میگن حالا جدا از بحث دیتا مردم به قول تو نمیدونن چی میخوان اون دیتا خام بدل دیوار میخوره به درد تو نمیخوره تو بعد یه مغز بذاری روش بس بفهمی که چرا این بنده خدا اومده اینو مطرح کرده که اون میشه ارزش افسوده سلام علیکم امیدوارم که حالتون خوب باشه دمتون گرم که یه اپیزود دیگه اومدید نگاه بکنین قبل از اینکه پادکست رو شروع بکنیم میخواستم از حامی و اسپانسر این قسمت لیارا تشکر بکنم من قبلا لیارا رو تو پادکست قبلی هم معرفی کرده بودم یه سرویس کلاود استوریج و خدمات رایانش ابریه مثل ورسل و هیروکو که بهتون اجازه میده که سریعتر اپلیکیشناتون رو بدون کانفیگوریشن عجیب غریب ران بکنید لیارا سرویس های دیگه ای هم داره این بار میخواستم سرویس ایمیلش رو بهتون معرفی کنم که میتونین با استفاده از سرویس لیارا ایمیل های ترانزکشنال یا تراکنشی ایمیل های ترانزکشنال ایمیل هایی مثل فراموشی رمز عبور فعالسازی حساب کاربری و خلاصه ایمیل هایی هستن که توسط سیستم بسیارت اوتوماتیک بر اساس اینکه یه ایونتی اتفاق میفته ارسال میشن از مزیت استفاده از سرویس لیارا اینه که از آی با کیفیتی استفاده میکنن که باعث میشه که این ایمیل ها برای کسایی و سرویس که تازه دارن شروع میکنن احتمال اینکه بره توی فولدر اسپم خیلی کمتر باشه سرویس دیگه ای که لیارا ارائه میده آبجکت استوریج یا ذخیره سازی ابری که کاملا با سرویس آمازون استری هم سازگاره و میتونین خیلی رایگان شروع کنین با 2 گیگابایت فضای رایگان تستشو بگیرین کلی سیستم پرمیشنینگ از این داستانا داره و خلاصه تست اینا هم بگیرین دمتون گرم بریم سراغ پادکست وای خدا رو شک داریم شروع میکنیم باورم نمیشه <applause> بره بره چطوری؟ مرسی تا چطوری؟ من که آجی خستم حالا جمعه بعد از ظهر هست دیگه <applause> آره نه و این خیلی وقت هم بود که من رو در رو نشسته بودم <applause> تو طبقه <شونجه>. <applause> آره جلوم زب بکنه آه... یه مقداری دیدی دیگه ما یه ساعت پیش قرار بود زب بکنیم ولی تا که یه دوربین بذاریم ور یه دوربین بذاریم ور صدا رو فیکس کنیم خیلی کار اضافه کاری زیاد داره دا یه چیزشو دست میزنه و یکی خراب میشه دوباره بعد از اول بزن آره من زدنه. همه چیو یه آپگرید ریز زدم دیگه مموری استیکار کار داره یه آپگرید زدم لنزا رو آپگرید زدم البته هنوز فکر نکنم در ولی به حال شده امیدوارم آقا. امیدوارم آره جدی آقا قبل از اینکه شروع کنیم نفس بزنیم چای بزنیم دمنوش دمنوش بزنیم دمنوش چه خبر خوش اومدی کانادا مرسی مرسی ممنون آره الان فکر کنم یه ماه شد این اینجا طرف. چه خبره آره. اینجا خوبه خدا رو شکر اومدیم دفتر این طرف رو در, در واقع باز باز بکنیم قبلا باز شده بود ولی هنوز آدم ها توش نبودن الان دیگه بچه ها دیگه مستقر شدن و دیگه دارن کارشون میبرن جلو یعنی چی یعنی شما داریم فکر میکنین که کامل اصلا جابجاشین بیاین نه آه. چند در واقع دو تا دفتر داریم الان و به زودی هم میشه سه تا ولی اینجا مثلا الان اینجا چهار نفریم دفتر تالینمون ده نفرن دمت گرم آره. یه دو ماه دیگه هم دفتر لندن باز میشه اونجا هم دو سه نفرم فعلا نبات هم داریم از این که آره <applause> خودم دیگه هم نبات نبات آره. آره. خب پس الان تالین آقا آره. آره. این دمت گرم که برای بار دوم با اومدی خیلی حال میده دمت بشیم یه آپدیت بگیریم از فورمالو. حالا اونایی که قبلا اپیزود قبلی من و تو رو ندیدن میخوای اول اصلا یه توضیح یه پیچی بکنی فرمالو چی چی کار داریم میکنیم تا بعد بریم سر آپدیت هایی که از سری قبل تا الان داده بودیم حتما فرمالو یه نوکود no پلتفرمه ما کمک میکنیم که بیزینس ها در واقع بتونن ابزار انگیجمنت کاستومراشون رو با ما بسازن بدون کد زدن از چیزای ساده مثل فرم فرم ساز داریم نظرسنجی ساز داریم چت بات ساز داریم داریم تا چیزای پیشرفته مثل سی HR پورتال، کاستومر پورتال که بتونن با مشتریشون در تماس باشن. اینا رو میتونن با ما بسازن. به ما به عنوان یه پلتفرمی که همه کار میتونن باش بکنن نگاه میکنن. میگن فرم ساز داره، CRM داره، داشبورد داره، پورتال مثلا HR داره، ما بیزینسمون رو میتونیم باش مدیریت بکنیم. خب این مشکل این که ما همه کاری میکنیم، مشکل کلاسیکه که البته عوض شده یه مقداریه، یعنی یکم ولی الان مشکل خود ما هم همینه الان رو هیچ کدوم ما اینا ما نمیتونیم اسکیل کنیم یعنی خود ما هم الان مشکلمون اینه که میگیم باید تمرکز کنیم رو یک دونه از این یوز کیس یا نمیدونم چی میشه که تو اون بتونیم بازار بگیریم خیلی بازار قبضه بکنیم درسته که سویچ میکنن رو ما به خاطر اینکه همه کار میتونن با هم بکنن این ارزش افزوده ای ماست اما از اون طرفم ریچ بهترین و بزرگترین نتونستیم هنو این داستان این که من همه کاره هیچ کارم یا The Jack of All Trades Master of None اینو خب ما توی گذشته که مثلا داشتیم یاد راجع به اینکه چجوری طراحی محصول بکنیم و اینا خب داشتیم دیگه یعنی یه نکته که زمان قدیم بود این که آقا سوئیس آرمی نسازین چون سوئیس آرمی که میسازی دلایلش هم خب خیلی مشخصه دیگه تو نمیدونی مشتریت کیان ایورنوت که نوشن برای حال تیک اوورش کرد توی مارکت اونم هم یه همچین مشکلی داشتن اونم اینطوری بودن که آقا ما آه... کلی مشتری و یوزر داریم و وقتی میخوایم تصمیم بگیریم که آه... ریسورس محدودمون رو چی فوکس کنه کار کنه نمیدونیم رو کدوم 50 درصد یه 50 درصد اینور کامل دارن از اینور و یه 50 درصد و یوزرامون هم اورلپ هاش اینطوریه که یا 50 درصد کاملا یه فیچر ست دیگه رو داره استفاده می‌کنه 50 درصد یه فیچر ست دیگه رو استفاده و الان همین شده مشکل ناشن امروز و شده مشکل ناشن امروز اما پس ما هممون هم یاد گرفتیم که یه همچین داستانی هست یعنی آلین وان بودن لزوما خوبی نیست حالا خیلی خنده داره من و که جفتمون جور رو هم نشستیم نشستیم پادکست داریم میذاریم این دفتمون دقیقا اون مثال های اشتباه رو داریم میدونیم ما هم آلین وان, وان این دیگه ببین آره چون چاره ای هم نداریم اون چیزیه ام. که مشتریامون هم میخوان خب دلیلی که مثلا نوشن هم الان رفته مثلا منم آلیوان میخوام بشم و بقیه مثلا ارتیبل و بقیه هم میخوان همین, راه رو برن اینه که یه چیزی که مشتری ها میخوان از آدم توقع دارن که یه سری فیچرهای جدید بهشون اضافه بشه یه سری کارهای بیشتری با پلتفرم ما بکنن میدونی میگن که اوکی حالا که ما اومدیم از شما استفاده میکنیم اون فلان کار ما بتونیم با شما بکنیم و این باعث میشه که ما تو یه رقابت بین سافر از سرویس ها همه تو رقابت ها اینه که فیچر جدید اضافه کنن و بذارن و هی بگن که ما فلان فیچر هم داریم ما فلان امکان هم داریم ما ای آی هم داریم ما ایکس هم داریم ایگرگ هم داریم که بتونن تو بازار بمونن خیلی راحت اما دقیقا مثل مثال نوشن نوشن همین مشکلی که الان امسالم داشت این بود که اونا مش... مشتری های خیلی وحشتناک متفاوتی دارن خیلی ویکی دارن استفاده میکنن یکی نوت دفترچه خاطرات داره استفاده میکنه یکی هم داره وبسایت میسازه باشه نمیتونه همه رو با هم هندل بکنه دارن دور خودشون اونم آره. میچرخه بله ولی خب پروداکت فوق خیلی خوب موفقی و اتفاقاً میگم یه اتفاقی توی زمونه من و تو افتاد یعنی ماهایی که از مثلا بچهای دهه 60 که مثلا از اون موقع بزرگ شدیم و بعد اینترنت رو آشنا شدیم و اِوولوشن اینترنت رو دیدیم و اینا تا به الان خیلی چیزا عوض شده یعنی به عنوان کسایی هم که استارتاپ دوم سوممونه یه جورایی احساس میکنم تمام چیزهایی که سری قبل داشتیم میکردیم الان بکنیم اشتباهه سری کاری که قبلا درست بود مثلا برات مثال میزنم مثلا ما خب Uh, یاد گرفته بودیم که آقا رشد به هر قیمتی میدونی یعنی گرو فاست اور دای slow میدونی اینجوری که آقا شده برو یوزر بگی تا میتونی بگیر بگیر رشد کن بعدا uh, یه روشی پیدا میکنی برای اینکه چجوری بتونی اینا رو مانیتایز کنی از دایران. در بیاری بیزنس های خیلی خب یاهو اینطوری بود نه توییتر اینطوری بود فیسبوک اینا اینطوری بود خیلی پرامیسینگ هم بودن یعنی uh, و اصلا زمانی که ماها به به علاقه من به دنیای استارتاپ ها بودیم و شدیم و وای کامبینیتور و هزار تا اکسلریتور و حالا در همه جای جهان نه فقط صرفا ایران ایران که تازه اصلا لید کامره در همه جای اتفاق دنیا افتاده بود خاطر این بود که یه جورایی شده بود که آقا اینترنت پنتریشن رفته بود بالا استارتاپ ها تونتون به وجود بیان و هر استارتاپی هم یه یوزر بیسی پیدا میکرد آخرش هم یه راهی پیدا میکرد که مثلا از این صد درصد یه درصد شما تایز بکنه و چون تل یوزر بالا بود میتونستیم یه درصد مینینگ فول بود الان... هم الان ولی اینطوری شده که نه دیگه دیگه روش هر قیمتی و پول به پاش و اینا غلطه حالا اینترست ها رفته بالا بوتسرا بوتسرا بعد دوباره اینجوری که ای بابا تغییر استراتژی بچا جنوب میخوایم بریم شمال حالا میبینید دور بزنیم و توی دنیای تصمیم گیری برای محصولات هم همینه قبلا این داستان این که تو یک پروداکت بساز که یک کاری رو خیلی خوب انجام میده به جای که یه سویس آرمی بسازی که همه کاری رو انجام میده از زمانی که نرم افزارا به شکل سافر از سرویس شدن و دیگه تو نمیری یه جا یه جای پول بدی فتوشاپ بخری و دیگه تو عبد داشته باشی یا حتی آپدیت هاشم بگیری حالا بعضی از سافر اینجوریه که آقا دیگه میجر ورژن رو جون مادرت بیا یه پولی دوباره بده حالا من وسطش یه آپدیت میدم ولی میجر ورژن رو دیگه یه پولی بده خب الان هم حتی دوباره داریم میبینیم مثلا کسایی مثل 37 سیگنالز و اینا سیوش مثل جیسن و اینا اینطوری که آقا بیا دوباره برگردونیم این مدل قدیمی رو ببین با خاطر اینکه مشکل پیدا شده مشکل هم اینه که شرکت ها الان دارن پول وحشت زیادی برای سسها میدن در ما و اینا نشستم اینن که ماهی ما داریم چند هزار دلار چند ده هزار دلار چند صد هزار دلار پول سس میدیم و همش از 10 درصد فیچر هر کدوم داریم دقیقاً. استفاده میکنیم بچه مدیر عامله میشینه میگه ما برای چی اینقدر نرم افزار داریم فلانی ها رینیو نکنین اونا رو دیگه تمدید نکنین و این الان سس ها رو ترسونده که اوکی ریتنشن ما اومده پایین من ممکنه امسالی مشتری داشته باشم سال دیگه نداشته باشم تو بیزینس هایی که مثلا با ما کار میکنین زیاد اتفاقا چون ما با اسمی ها کار میکنیم که میشن مشتری شرکت های کوچک و متوسط و اینا کلا ریتنشن کمی دارن چون خود بیزینس ممکنه سالگی وجود نداشته باشه یا تمرکزش عوض شده باشه بخاطر همین خیلی هاشو ممکنه بریزن اصلا سالگی وجود نداشته باشن بخاطر الان بیزینس مدل هایی که اتفاقا بی سی هم خیلی روش اه اه اکسایتد ترن اینه که یه آلترناتیو برای ساس پیدا بکنی که یکی از آلترناتیوی که الان داره مطرح میشه پی از یوگو که به جای اینکه ماهانه یه چیز شارژ ثابت اوکی okay, هر چقدر استفاده کردی همون قد پولشو بده اگه بیشتر استفاده کردی بیشتر اگر هم اصلا استفاده نکردی مثلا پی از یو یوز پی از یو یه آدم هر موقع خاصی بده و استفاده کن اون یوزج بیسته آره که yeah. اونو من دوست دارم ولی هیچ رقمه من فکر نمی کنم اقتصادی بی ارزه تو یه تیمی تشکیل بدی یه استارتاپی بیاد بسازه حالا تو خاصی 20 دلار بده انقدر استفاده کن بچم برو اصلا دلیلی که این فیچر بلوتد شدن پروداکت همین حرفی که زدی چون دو حالت داره پول در بیاری دیگه یا باید ریتنشن تو حفظ کنی و پر... یا مشتری جدید بگیری در حقیقت یا باید اکسپنشن داشته باشی و فیچر جدید کنی. بزنی و کنی به داره. همین اگزیستینگ به همین مشتری فعلی چیز بیشتر بفروشی که مجبوری جز این که بشینی بگی فیچر جدید بزنیم تو تیم دیش کار دیگه نداری بکنی دقیقا مثلا ما امسال فوکسمون رو آپسل بود گفتیم مشتریای خود زیاد داریم الان بریم اینا رو بیشتر بهشون بفروشیم تمام جلسات دقیقا همین بود فلان چیز هم اگه بزنین خیلی خب ما بیشتر پول میدیم اگر فلان امکان هم ام. داشته باشین ما بیشتر پول میدیم چون طرف یه ایده ای تو ذهنش دیگه که من این محصول رو خریدم این دارم در سال بهش پول میدم اگه قرار بیشتر بهش پول بدم خب یه چیز دیگه هم میخوام دیگه و اون چیزی که پیشنهاد میده شاید تو رودمپ و نگاه تو در آینده هم نباشه اینش خیلی سخته ولی مشتری داره پول میده برش و اونجاست که باید آدم یه سه تصمیه سخت بگیره که کدوم انجام بده کدوم بگه نه ما اصلا آره. این کنیم و واقعا بعضی این موقع فراخ مثلا من فکر میکنم ما اشتباه میزنیم نمیدونم ما اشتباه نمیزنیم چون از اون برم نمیدونم یاد باشه یه مثلا تقریبا پنج شیش ماه پیش توی آلین پادکست دیوید ساکس اومد همین مثالو زد که چون الان طولایی هم که نسبتا به هم شبیه هم داره زیاد میشه میدونی مثلا الان تو همین داستان نوشن آه، که حالا نوت تیکینگ اپه ولی در حقیقت یک دیتابیس طولیه که تو میتونی حالا آره بعد از اون ور ایر هم هست از اون ور گلاید هم هست از اون گوگل شیتس هم حتی هست چون گوگل شیتس هم الان میتونی اپ با... داره آره آفن. آره و اتفاقا به خاطر همین حرفی که زدی انقدری طولا زیاد شده خیلی از استارتاپ ها و کمپانی ها مثلا تو از تو میتونی آرگیو کنی که خیلی ها به جایی که حتی از پراجکت منجمنت تول مثل ترلو یا حتی جیرا اینا استفاده بکنن اومدن با همون نوشن دارن کاراشون رو انجام میدن خب و بعد رسیدیم به یه مرحله ای که اتفاقا سوئیس آرمی دوباره سکسی شد یعنی به جای اینکه بری بگن مثلا برو یه فقط یه چاقوی استیک بری قو فقط... استک استیک ببر که البته نیشت هم خب مشخصه یوزرت هم مشخصه تو وقتی یه پرسونای یوزرات معلومه کسی که فقط استیک استیک خورا یا حرفه‌ای استیک ولی وقتی سویسار میشی دوباره میشه همه و این پیچ خوبی نیست اما بعدشون نمیاد بیزینس ها مخصوصا دوباره بیزینس های کوچیک و متوسط مثلا این اصطلاحش هم میگن ورک او که در واقع الان ماندی رو همین مانوف داره میده کلیک داره رو همین مانوف میده ار تیبل و نوشن هم رینه ببین ایده اینه میگن که ما یه آفیسی وجود داشت مایکروسافت آفیسی وجود داشت مردم داشتن استفاده میکردن خیلی خوب الان تموم شده دنیاش گوگل اومده ورک اسپیس و اینا زده الان دنیای اونم تموم شده ما میخوایم نکست باشیم ما میخوایم نکست آفیس باشیم next آفیس اپا. اما مشکلی که میخوان حل شه که ما مثلا داریم سعی میکنیم تایم حل بکنیم اینه که بیزینس هر بیزینس با هم فرق داره پس آفیس اپ هاشون هم با هم فرق کنه ام. اون نوت تیکینگی که شرکت ما میکنه با شرکت شما متفاوته ویکی که ما میسازیم با شما متفاوته پروجکت منیجمنت تون با شما متفاوته اون دنیا ام. که قدیم جیرا بود و همه جیرا بودن ترلو بود و همه ترلو و آسانا و ایکس و اینا بودن میگه که دیگه اون تموم شده باید یه... هم درست ها. آره یه یعنی نکتهش اینطوریه که به قول تو چون خیلی از سافرار هم دارن دراپ میکنن به خاطر اینکه میخوان مثلا هزینه رو کنترل بکنن و اینا و خیلی هم از همه فیچرها استفاده نمیکنن یعنی مثلا مثلا مثل نمونهش خود ما حتی دیگه ما هم از جیرا اومدیم بیرون و دیوید ساکس گفت مثلا به خیلی از کمپانی ها به این نتیجه رسیدن که گود به اندازه کافی خوب باشه من سویچ میکنم میدونی یعنی من ترجیح میدم نوتام اینجا باشه تسکام اینجا باشه همه تیمم هم اینجا باشه اندازه جیرا فیچر سافیستیکیتد نگیرم ولی, به ان... ولی کارم رو هم ایندازه. نمیخوام اونو به اون گندگی و به اون عظمت ولی این در این حد که همه تیمم هم اینجا باشن نو کارم رو بندازه و هزنش هم منطق دار باشه من با این هپی به این ادپتیبیلیتی هم هست چرا چون مثلا جیرا داره یه شرکت بعد تیم مارکتینگش هم میخواد بیاد پروژه منیجمنت بکنه با جیرا که نمیتونه کار بکنه سخت پیچیده است و ایناست. اونا یه چیز آسونتر میخوان یه چیزی میخوان که خیلی روونتر براشون کار بکنه که نخواد بهش فکر کنه نخواد یادش بگیره این خوبی این نوکود تولزا اینه که یادم نمیخواد بگیری یه تمپلیت وردار ادیت کن برو جلو اگر آدم خوب اون تمپلیت رو بسازه طرف میتونه ویکی خوب بسازه وبسایت خوب بسازه نمیدونم سی خوب بسازه اچ آر پورتال خوب بسازه دیگه نیازی نداره که طرف فکر کنه مم. که چطوری من باید با نوشن کار کنم یا با فرمالی کار کنم یا با ایکس کار کنم میدونی من فکر کنم مثلا طولایی مثل نوشن کجا برد کردن اینا طولایی که سینگل پلیئر شروع شدن یعنی تو خودت یعنی ب... بعضی از حالا مثلا تو میتونی حالا ادعا بکنی که تو ماندی دات هم میتونی تنها ساین اپ بکنی فقط تاثیر خودت لیست بزنی ولی اونا معمولا تولای تیمن دقیقاً یا حتی به عنوان گروه های، به عنوان تیم معرفی شدن نه که واقعا با... هستن تنهایی نمیتونی تریلر شاید میتونه آره، تنهایی شد. آره اونم آره، خیلی نه یعنی تو ماچ بود یعنی کم که... نی... ولیو ادی نداشت ارزش افسودی نداشت تنهایی ازش استفاده بکنی ولی نوشن و اینا شروع کردن آدما رو دونه دونه آنبورد کردن آدما دونه دونه آه. عاشق این توله شدن آدما دو استفاده کردن بعد نتورک افکت که حالا برو بغرم این وایت کن و اونجا یعنی هم روز اول این پلیک... کارو نکردن آه. یعنی روز اول اتفاقا تصمیم اشتباهی که گرفتن پیوت کردن نوشن تا دوباره که اولا به عمر اپ شروع کرد یعنی گفت بیاین با من اپ بسازیم اصلا من تکس ندارم داکیومنتی در کار نبود گفتم بیاین با ما اپ بسازیم بعد منتشر کردن هیچ کس استقبال نکرد بعد دیدن که یکم ماجولا که همین نوت تیکر رو ویکی بود داره داره بزرگ میشه این هم یه خوبی پی جی هم هست پرداکلت گروت که فری بدی مردم استفاده بکنن تو از یوزرهای رایگانت یاد بگیری که مردم ام. چی میخوان و بتونی مثلا بگی که ما یوزرهای رایگانمون هفتاد درصد دارن این کار رو میکنن بقیه رو افزار میندازیم دور رسما و رو اون 70 درصد تمرکز میکنیم ما هم این کار کردیم ما هم تا حالا دو بار پیوت کردیم و رسما یه بار که پیوت کردیم هفتاد درصد نرم افزار ریختیم دور گفتیم این مشتری هم داشت و پول خوبم داشت گفتیم میریزیم دور چون مشتریایی که دارن جدید میان اتفاقا فیری ها که دارن بقی مشتریامون هم میارن از این استفاده نمیکنن گفتیم خیلی خوب اونو میندازیم دور رو این تمرکز میکنیم ان که میگیره خدا رو شکر حالا گرفت آره این خب کمک پیوت خیلی مهمه پیوته که اصلا دا دا ما... استارتاپ <تصفح> یعنی همین دیگه آره. استارتاپ آرندی ریسرچ اند دیولپمنت یعنی که واقعا اینقدر خیلی اگر... میبینید روی خیلی نه این ایده باید کار کنه <applause> دلی هم که میگی زود شروع کن همینه چون تو آره. میدونی ایده که میخوای با شروع کنی کاری نیستی قراره تمومش بکنی و بهتره فقط شروع کنی <تصفيق> <دقیقا>. <تصفيق> چون تو کارم میفهمی چی باید عوض بکنی آره. نه تنها شروع کنی منتشر کنی بدیم مردم آره. تست کنم آره. آره آره چون دوباره یه سری ها ما میبینم که مثلا که ما یه ساله داریم توسعه میدیم خب خب وبسایتتون چی می هنوز لانچ نکردید اون روز یه... <تصفح> تو یه روز میفهمه که یه سال شش اشتباه میزدید آره دقیقاً آره دقیقاً اتفاق دیروز افتاد شب آورد نشه کلی پول خرج کرده بودن تیم بزرگ تشکیل داده بودن بعد ایده واقعا ایده ای نبود که بتونه هم. هیچ کاری بکنه و مشکل هم این بود که میگفتن ما با ویسیا صحبت میکنیم همه میگن به ما نه میگم دارین گفت نه نه ما هنوز لانچ هم نکردیم اما مفصار خوبه یک سال خورده ما داریم امروز کار میکنیم البته من یه چند تا بحث دارم راجب اینا آه. یه مقداری دوباره میگم عین همین همه اتفاقاتی که افتاد تمام آموزش های قدیم یه, کم یه... یه یه نیمچه دوباره باید تعریف دوباره بشه کتاب ها رو باید دوباره یه تاچ بزنی <تصفح> بهشون یه... یعنی واقعا باید کتاب جدید نوشته بشه میدونیم و دلیلی که دارم این حرف میزنم همینه مثلا به و خب MVP رو یاد دادن دیگه درسته. حتی پال گروهام مثلا نوشته بود که اگر از پروداکت چرمسار نیستی و هنوز دست آدم ها نیست دیر لانچ کردی این حرف کاملا درست منظور هم گرفته شد نوت تیکن خب ولی نکته اینه که الان تو این مارکت که کیفیت پروداکت ها اینقدر بالاست اینقدر جنگ سر پروداکت های با کیفیت ها اینو زیاده واقعا اگه با یک پروداکت بی کیفیت بری تو که حالا بگی دو تا باگ هم داره و اینا واقعا دیگه کار نمیکنه و این اتفاق برای ما هم افتاد آره. یعنی این یعنی منم تو تیم اینجوری بودن که آقا گفتن آقا آقا اوکی دیگه it's گود enough بده بره میدونی ولی واقعا good enough is not working anymore ببین good enough اِتز نات ورکینگ اما چرا چون ما میخوایم که از روز اول برای همه ارائه بدیم میخوایم که بگیم ما استارتاپی هستیم که وی open اوپن تو بیزینس همه بیاین ازش استفاده بکنین لانچ کردیم بیاین ازش استفاده کنین و میخوایم پروموتش بکنیم. ولی روز اول هم من میدونیم هم تو میدونیم که نمیتونیم این رو بکنیم یعنی یا باید خیلی وقت زیادی بسوزونیم که رقبا میزنن می جلو و یا اشتباه میری اما کاری که میشه کرد اینه ما نمیتونیم کودی ناف باشیم برای همه اما برای ام. دو سه تا کلاینت میتونیم باشیم یعنی کاری که خیلی از نمی نمیکنن روز اول اینه که به جای اینکه عرضه بکنم به عموم برم با دو سه نفر کار کنم تا اصلا کاستوم کد براش می رمیسن. یاد میگیرم دیگه خب براش می دزم. با فلانی ما کار کردیم براشون نوشتیم یه کد خاص که بقی... بعدا هم میندازمش دورا پنجا درصد شما مثلا براش نوشتیم اما برای اون خوبه برای اون مشتری خوبه اون مشتری پول میده ترکشن میاره و من یاد میگیرم وقتی که من یاد گرفتم از اون دو تا میتونم یه نرم افزاری بسازم که now it's good enough for everyone آره. برای همه میتونه دیگه کار کنه میگن اصلا یه پروداکتی بساز به جای اینکه کلی آدم دوستتون داشته باشن یه تیتکه آدم خیلی کوچیکی عاشقتون باشه دقیقا من اینو خیلی قبول دارم و روز اول سخته اما این من به اینا میگم پایلوت این مشتریای پایلوت پیدا کردن به مراتب آسان‌تره چرا چون اون هر سازی بگه تو میرخصی میگه فلان چیزم داریم ام. بله میگه فلان چیزم داریم بله من الان میسازم نداری هیچ کدوم ما میریم بعدا میسازی میگه حالا بریم دیولپ کنیم اما دو تا خوبی داره یک من از اون یاد میگیرم که چه کاری درسته چه کاری غلطه مشتری چی میخواد کجا ایده من اصلا به درد میخورد یا نه دو از روز اول یه پولی میاد تو شرکت که اون پول م... من منون... زنده نگه می داره. باعث میشه که من نرم از هر کس و نا کسی جذب سرمایه بکنم نرم به بگم شه... آره دیگه بابا که می دیگه میدونیم آره دیگه دیگه خب زیاد دیدیم دیگه و میذاره که کنترل شرکت از خودم باشه تا زمانی که الان مطمئنم که ایده من اعتبار داره اعتبار سنجی داره ولیدیت شده نمیدونم دقیقا چی میشه ولیدیت شده کار میکنه خیلی خوب حالا میرم استپ بعدی به مردم ارائه جمله اینطوری شده دیگه اول به ما میگفتن اول میگفتن ام وی پی بعد ام وی پی شد مینیمم Lovable پروداکت yeah. ML... pro... yeah. یعنی ام ال مینیمم MLP پر ام ال پی که یعنی محصولی که یه دوست داشتنی نسبی حداقل داشته باشه الان من یه ترم جدید شنیدم Minimum Purchasable Product یعنی تو یه در حدی بسازی که آدم بتونن بخرنش یعنی تو پروداکت MVP اینه که MVP بده بیرون که حداقل خرید توش انجام بشه که قبلا هم البته همین بود میگفتن دوستات که گفتن ما اخ میخریم تو ازت نخریدن این همونه آمد هم. ولی خیلی جالبه که حتی این کلمه MVP در گذر زمان ببین چقدر دفینیشناش داره عوض میشه به خاطر اینکه دنیا هم داره عوض میشه ببین آخه هزینه یه سویچ کردن واقعا وجود نداره دیدو امروز خب. آره شرکت همین امروز میگه که من فردا با شما کار نمیکنم همین الان رفتم ساین اپ کردم تو رقیب شما و دارم با ایشون کار میکنم تایپ فرم دوست دارم والا خب بعد طور که ما مشتری اونا میدازیم اونا مشتری ما میدازن دیگه همه ما چیکار کردیم یه ایمپورت درست حسابی درست ام. کردیم میگیم هر جا ام. هستی ما ایمپورت کن همه چی تو از شروع نکن دقیقاً مایگریشن داریم ایمپورت داریم دقیقا همه تولز رقبا هم همینو دارن دیگه چون اونا هم که نشستن نگاه کنن که مشتریاشون میرن فقط این هزینه سویچ کردن برای مشتری صفره. این هم هم آپشن وجود داره میگه فلانی نه با فلانی کار میکنم خیلی راحت و این باعث میشه که اون MVP که ما به قبلا میشناختیم اینجوری کار نکنه چون سری سویچ بکنن دیگه تو هیچ کسی نیاد داره که ازت حمایت بکنه مشتریت باشه باید یه سری ها تموم لاوت بکنن بعد یه سری باشن که بشن کامیونتی تو بشن برن بگن که آکه ما حتی تو رو تبلیغ میکنیم بشن سفیر تو که برن یکی دیگرم بر تو بیارن روز اول پولم که نداری تبلیغ بکنیم پولم ندارادم بره مارکتینگ بکنم حالا وسط این و ای آی هم یهو اومده تو بازی آره. اصلا اینجوری که داری اشتباه میزنی اینجوری که آقا جون اومده واقعا واقعا سخت بود یعنی به نظر من خیلی اولاش اینجوری بود براره که سخت دارم بشه آره یعنی کلا الان که داریم نگاه میکنیم یعنی که پروداکت بلد باشی مدیریت بلد هر چی هم که فکر میکنی بلد باشی که تازه فکر میکنی بلدی باز میری تو مارکت دارم با شادکان همه رو دارن میزنن یعنی ولی الان یکم مثبتم اتفاقا زمانی که ایا یکم ترند تر شده به خاطر اتوماسیونش الان خیلی دیگه فرصت جدید برای و های جدید هست که اوکی من فلان چیز رو الان میتونم اتوماسیون میکنم یه پروسه رو آدم دست میذاره روش میگه من اون اتوماسیون آره. میکنم بری نگاه کنی زپیر چه دقیقاً بیشترین های چی اون آره و واقعا اینه دو تا تیکه اساسی اگر داشته باشه ما با خاطر میگم الان تو دنیای امروز استارتاپ بی تو بی خیلی شانس بهتری دارن تا بی تو سی ها مثلا با اومدن AI چون میتونن بگن یک این تیکه کوچولوی پروسه شرکت ها رو من اتوماسیون میکنم و پردیکت میکنم پیش بینی میکنم که چه اتفاقی در قراره بیفته ام. و یه پلتفرمی میسازه که خودش خودش رو آپدیت میکنه ادپت میکنه و مشتری هم راضی و چون انقدر ما پروسه داریم که میتونه اتوماتیک شه و همه اینا همینجوری رو زمین مونده که تعداد استارتاپ خیلی زیاد میتونه شکل بگیره آره تعداد استارتاپ خیلی زیاد میتونه شکل بگیره ولی همچنان این سوال نه مشکلش میدونی چیه مشکلش اینه که همین کارو چرا قوله بازار همین الان نکنن که دارن میکنن جوابای کلیشه‌ای هم هست تا بزرگ ندارن قولای بزرگ که نمیتونن وقت ندارن تکون بخورن ولی میگم داریم میبینیم دارن میکنن آخه ببین تو نگاه کن یه کانتینری حالا همه روش خیلی اپ آوردن بالا ولی با یه حرکت خیلی رو میکشه که حب... هم یاد گرفتن اجایل باشن گفتم آره. چرا نتونیم مثل استارتاپ باشیم درسته ما شرکتی انترپرایز شدیم کورپورت شدیم دیگه به ما امیدی نیست اما من میتونم تیمم استارتاپی نگه دارم مثلا یه مدلی که اگه اشتباه نکنم اسپاتیفای و انویدیا دارن روش مثلا خیلی مانوف میدن گوگل هم داره جای مختلف دارن اینکه هر کی دوست داره رو هر پروژه کار کنه دقیقا اینه که اوکی من شرکتم رو تبدیل میکنم به یه زمین بازی استارتاپ کوچولو اینکیوبیتور دقیقا خب ولی همش مال منه ها. ام. چون قبلا مردم فکر میکردن اوکی او کارمندا سهام ندارن اوکی وقت نمیذارن اما کار من بیشتر از اون سهام براش ایمپکت تأثیر گذاری مهمه اگر ببینه پروژه که داره کار میکنه تاثیرش وحشتناک زیاده هم موقع و همه چیشو میذاره ولی این کامپنسیشن پکیج های بچه ها حالا همچین از اونی که حالا استاک داره که گلی به سر خودش نزده یعنی من واقعا آه. الان فکر کنم مثلا یه دید... بیشتر هم میشه او من داد شو این همین چند بار قدیم تو پادکست هم راجع به این شخص برندن که توی کمپانی قبلی ما با هم کار میکردیم وجود داشت اون اصلا از بکراند مالی هم اومده بود و فایننس اومده بود و اینا و منم پرادکت دیزاین بودم و اون کمپانی اول قبلی ما تونزی که اکور شد ما رفتیم نیویورک یعنی من که خدا خواسته بود تو بریم نیویورک از اینجوری که بوده بوده فکر کردیم حالا اونجا خبریه آه، آه، چون پارت آف اکوزیشن باید میرفتیم درسته اون چون تازه ازدواج کرده بود و واقعا من نمیخوام بیام نمیام و اون موند او او کانادا رفت چاپیفای اوایل چاپیفای شاپیفای این اسم و رسمی که الان داره رو نداشت <applause> منم رفتم اونجا تونزی من فاز این بودم که من آنترپرنور و استارتاپ خودم و کمپانی خودم اون رفت چاپیفای کارمند بشه کارمند بعد آقا نشون به اون نشون که دو سال بعد شد و اینا که این،, این که توی کمپانی فعلی ما ایمو که اینوستوره الان این که چیز خب بعد الان چرخش زمانه آره اینجوری که عجب آره اینطوری شد بعد حالا بعد این که مثلا اینوستور حالا مثلا من فکر کردم مثلا یه چند میلیون دلاری زدم به جیب و مثلا حالا دیت مثلا 100 تا 200 تا اینور اونور دارن اینوست میکنن چرخ دیدم دوره تو توییتر خیلی اکتیو شده و اینا رفتم رو لینک بایگرافیش کلیک کردم زده بود یه نوشن فایل بود که آقا لیست تمام اینوستای من حاجی این اسکرول من مگه تموم میشد از وان پسورد و هر کمپانی تو بگی ایدا و تمام اینا پول گذاشته بود و من اینجوری که داداش تو فقط حتی خب واقعا هم شاپیفا جز محدود کمپانی بود که کانادایی بود و واقعا هم ترکون میدونی و استاک تازه استاکش هم اومده پایین موقع که بالا بود ولی من داشتم فکر کردم که زمین بازی عوض کرد برای کانادا آره زمین و بازی رو عوض کرد ولی من جوم که ما هم خب پس میرفتیم آره دیگه این هم هست ما داشتیم یکم هم صحبت میکردیم ما هنوز رون رو ایده ای استیو جابز و بیل گیتس که از گاراژ شروع کردن و ما بعد بدبختی بکشیم هستیم همین الان حقوق من از تقریبا حالا نه بگم از تمام بچه ها کم این, این که ما بعد سختی بکشیم تا به یه جای برسیم تا مثلا باید تک تک تومن به تومن رو نگه داریم که بتونیم شرکت رو بزرگ بکنیم و از تو گاراژ و زیر زمین شروع بکنیم این تو خون ما رفته اما شاید امروز این دیگه کار نمیکنه آره و مخصوصا که حالا مهاجرت و اینام کردی گاراژی نیست کدوم گاراژ اجاره خونه آره. باید آره. داشت میدونی هزینه های زیاد میشه آره من یادم مهاجرت که کرد اومدیم دیگه بعد روزای اولش ما چه میدونستیم که چقدر طول میکشه ما به مشتری هایی برسیم که بتونیم سر به سر بشیم و اینا بعد ما یه آدم چقدر ذخیره داره با تو من و اینا گفتیم خب صفر صفر هیچ کاری نکنیم من خونه که توی زندگی میکردم اتاق در واقع هشت متر بود با تمام افتاد آره با تمام متعلقات هشت متر بود و چند ما اونجا بودم تا زمانی که مطمئن شیم که اوکی میشه آدم یکم پول بیشتر خرج بکنه تا آخرین دلار رو میخواستم نگه دارم که ببینه شرکت زنده میمونه یا نه خلاصه من به نظرم یعنی لپ کلام مشاهدات من اینطوریه که همچنان قوانین و آموزش بازی سر هست ولی یه مقداری باید تو اگزیکیوشن یعنی من واقعا آدمی که با تجربه نباشه رو خیلی سخت میبینم تو بازی الان بتونه راحت اکزیکیوت کنه و همون دفعه اول دوم سوم بخاطر اینه الان استارتاپ که بیشتر مثلا اینوستمنت میگیرن و بزرگ میشن میبینی که از کارمندهای شرکت‌های شرکت های بزرگند آره، آره. و یا استار... ام... یعنی که الان تجربه سه چهارشونه آره. تر... اصلا ای آی هم اکسایتمنتش توی همین توی اه... توی این نیوزلتر که از اینوستورها داشتم میخوندم الان ای, آی... اتفاقا جذابیتش اینه که چون حالا اولا یه نیشه خیلی خاص و یه سری کارهای جدید که معمولا هم کارها از قبل مشخصه چه کارهایی میخوایم که الان آی, آی میتونه فیکسش بکنه برای بچه هایی که توی فیسبوک توییتر و این کمپانی هستن الان اینا که میان بیرون با انگار یه انگار اسباب بازی جدید دارن انگار یه ست جدید دارن انگار آچار آچار و جدید نو دارن الان اینا اتفاقا خیلی آدمای کوالیفایدن که این کارا رو بکنن و ما یه مقدار خیلی این دنیای سیلیکون ولی رو هی با خودمون مقایسه کردیم وی چیز فاین ان اوکی یعنی اوکی و ولی منظورم اینه که ببین حقیقتش هم اونا بهتر بلدن آره. چطوری ازش استفاده بکنن دقیقا مشکلات رو دیدن و حس کردن با پوست خون یک نفر مثلا اینکه که جدید وارد بازی کار شده بخواد از ای آی استفاده کنه یه مشکلی حل کنه نمیتونه بلد نیست اون تجربه رو میخواد آره حالا همین رو من میخوام بگم دیگه حالا من همه اینا رو دارم میگم مثلا هدف قرض زدن نیست این هدف اینه که واقعا باقن... آدم نگاه بکنه ببینه چی یاد گرفته و اون اپلای بکنه مثلا ما الان مشکل تلنت مثلا ما الان داشتیم با همدیگه راجع به همینم صحبت میکردیم دیگه مثلا ما الان پروداکتمون خب پروداکت بهتر مود هم آل این وان پلتفرم هم همین که ادعاش اینه که آجی من یه سوشال نتورک برات جعبه کردم استفاده, استفاده کن سو... آره بعد سوشال نتورک ساختن اون سیستم نوتیفیکیشن ساختن 100 هزار تا یوزر داشته باشی نوتیفیکیشن بره ایمیل بره نمیدونم فید داشته باشی فید یوزرایی که فالو داری و فالو نداری همه اینا رو جدا بکنه خیلی کامپیوتینگ و پروسسینگ و اینا داره انجام میشه اون وسط و تجربه آدم خیلی خفنی میخواد یه قبلا یه فیدی ساخته باشه و ما هم اینطوری که آقا محمد علی بیا پای یه فید میزنن یه نوتیفیکیشن بزن زدنم بنده خدا درست هم کردم مشتی هم ساختن ولی الان تو اسکیل ما اذیت داریم میشیم و همه رو داریم ریرایت میکنیم و واقعا آدمایی رو میخوایم که قبلا یارو نوتیفیکیشن سنگین ساخته باشه چند نفر تو ایران که نوتیفیکیشن سیستم سنگین ساخته باشه خیلی کمه کدوم پروداکت نه نف... کدوم بچه ایرانی یا حالا حتی غیر ایرانی تو میخوای پیدا کنی که برای یه سافر فید سنگین ساخته که یه میلیون سه میلیون چهار میلیون یوزر رو داره هندل میکنه و ما الان 5 میلیون یوزر رو داریم هندل میکنیم میدونی ولی خب هر بار مث... یا مثلا مثلا تمام نوتیفیکیشن رو کیو گیر میکنه به نوع مشکلاتمون عوض شده دیگه مول... نوع مشکل اسکیل اپ شدن ولی شدنه و تالنتی که تجربه اینا رو داشته باشه الان قدیم حالا شروع کن بهت میگم من میخوام اینو بگم من میخوام بگم ما خودمون چانس آوردیم همینجوری شروع کردیم که به هم, هم میدونن اگه برمیشیم عقب میدونستیم شروع نمیکردیم اما بهتر که نمیدونستیم چون اگه از اول میدونستی راه انقدر بلند و طولانی و طاقت فرسا شروع نمیکردی یعنی سر یه حماقتی شروع کردیم سر ندابودن اطلاعات شروع کردیم که اینم دوباره جز اون ظرافت های زندگیه که بعضی موقع که بدونی اصلا سمتش نمیری چه بسا بهتر ندونی چون باید بری سمتش <applause> من اینجا هم عقده دارم چه بسا اگه نمیرفته الان اینجا نبود شرکت ساعت درصد میدونی؟ یعنی راه بدیه راه مزخرفیه ولی <applause> تنها راهه خب <applause> تنها راهی که آدم بتونه شرکت رو بزرگ بکنه آدم بتونه تیمه رو بسازه استارتو آره همه کدامون رو باید بریزیم دور همون کارا که خیلی ما اشتباه کردیم دیگه چقدر ما کل سیستم رو تا حالا واقعا بیشتر از یک بار ریدرایت کردیم خب یعنی همه کارا اشتباه بوده دیگه درست اشتباه هم بوده ولی نمی کردیم هم مم. مشتری نداشتیم رشد نمی کردیم اون موقع مشتری نمیتونست سیستمش رو لانچ کنه که امروز یکی دیگر معرفی بکنه جا. من مشکل اما حتی این, این که دارم میگم میگم مشکل من انقدری با خودم سیمپاتی ندارم من امروز با محسن داشتم صحبت میکردم و اینا جاری بودم گفتم باجی من دیدی مثلا میگن خرش یه اشتباره یه بار میکنه من احساس میکنم این داره رو من اتفاق من و من دارم دفعه سیوم دارم یه اشتباره دارم دوباره میکنم و خودم ناراحتم هم. از هماغت هم از همینم هم هم هم. خب اون دفعه صحبت کردیم گفتم گفتم هیچ کس به اندازه من اشتباه نکرده دقیقا همون اشتباه رو آدم دوباره میکنه دوباره دقیقا این همون یعنی واو 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 از عوض نشده دوباره همون اشتباه رو میکنی میگی دفعه پیشم هم همین بودا دوباره کردم هم دفعه بعدم میکنی خب دفعه بعدم میکنه. به خاطر اینکه اون دفعه هم صحبت کردیم که آدم اونقدر اون اشتباه میکنه تا زمانی که یاد بگیرتش که کجاش بود که من داشتم اشتباه فکر میکردم تو از زمانی که از ایران زده بیرون دیدم تو توییتر هم یکم منتقد شدیدی هم تقریبا شدی این منتقد به معنای آدمی که دیگه واقعا دلسود شد یعنی اینجوری که آقا دیگه میخوام اشتباه نکنین این حرفای آرزوهای خوشبینانه ای که میدونیم کار نمیکنه رو نریم 5 6 7 8 10 سال آدما رو الکی بهشون امیدای واحدی بدیم چون من خودم خیلی امید داشتم یکی از دلایل اساسیش همینه و من خیلی امید زیادی داشتم و به بقیه هم میگفتم که اوکی ما باید امید داشته باشیم میشه میشه درست کرد میشه اصلاح کرد میشه ساخت اکوسیستم بسازیم فوند صادرات نرم داشته باشیم من خیلی روی این ایده بودم که ما میتونیم صادرات نرم داشته باشیم از ایران و میتونیم که یک درآمد ارزی خیلی زیادی درست کنیم چون خودم میدونی تلنت وحشتناک خوبی توی ایران هست بچه های خیلی خوب هستن که دارن تو سرویس های مختلف دارن کار میکنن استارتاپ های خوبی دارن اینا اما ما هیچ جایی نداریم تو دنیا مخصوصا تو کشورهایی که شبیه ما هستن توی قسمت صادرات نرم بتونیم ابسورس او کار بکنن با بیرون بتونن پارتنرشیپ کار بکنن چون ایران شده یه جزیره منزوی دیگه یک جزیره جزامی است که هیچ کس باش کار نداره اون جزیره کناره هیچ کس باش کار نمیکنه این تا زمانی که یکی بیاد بیرون مثلا باشون کار کنم و میشد که ساخت اما وقتی که دیدم نمیشه و امیدی به اصلاح نیست خب آدم ناامید میشه دیگه و میخوام که اون اتفاق برای کس دیگه نیفته که اونم دو سال دیگه بعدش بگه که ام. منم اوکی منم الان به این نتیجه رسیدم همونطور که از اون موقع که من به آدما میگفتم که بمونیم بسازیم بالغ بر سی چل نفر تا الان گفتن که خیلی خوب ما دو سال بعد تو رسیدیم به این نتیجه خب دو سال قبل تو رسیدیم حالا که به این نتیجه رسیدن یعنی چیکار بکنم پاشم برن نمیدونم دقیقاً باید چی کار کرد اما تا زمانی که امید به اصلاح نباشه کار کردن توی یه سیستمی که اصلاح پذیر پز... نیست جزی... عبسه دیگه نمیدونم دقیقا چجور جمعه رو درست حالا کنم این هر که تو داری میزنی من موقعی که تصمیم میخواستم بگیرم برگردم تازه شرایط ایران بد نشده بود من 2018 اومدم almost about to یعنی <تصفح> داشت دیگه میرفت به سمت ولی خب منم حالا به خاطر یه سری استاتوس و فشاره که مثلا به سمت کانادا بعد برمیگاشتم و میادم کارهای کاغذ بازی و اینا میکردم مثلا اومدم ولی من یادم با... من فوق العاده تصمیم سختی بود که من از ایران بیام بیرون به چند دلیل یکی اینکه مادرم پیشش بودم و پیش خانواده‌ام بودم خودش بزرگترین دلیله آره آفرین و من داشتم با پا... یه پادکست داشتم آ... پادکست آخرم قبل از تو با آ... فاوندر آچاره و اونم کانادا بود اصلا آ... همینجا بود و بعد برگشته بود ایران ازش پرسیدم که پشیمون نیستی مثلا برگشتیم اینا و گفتش که من تایمی که اینجا بودم پیش خانوادم بودم پیش کسی که دوستش دارم بودم و بعد من یه مقدار این جمله کم داره اذیت هم میکنه چون من احساس میکنم که من اونقدر اونقدی که باید و شاید الان واقعا معلومات پیش مادرم باشم و نیست دقیقا این و... این که بقیه چیزا رو ولشون بقیه چیزا سکندری هستن منم هم, هم اینطور هممون هممون هم. و با... کیه که دلش هم نخواد میدونی کیه که آدم تق... چقدر هم دلش پره چقدر دلش تنگ شده ناراحت هم دست خودم میدونی آره و با... در واقع اینه که هی پوش میدیم به کسایی که باعث و بانیشن وگرنه ما باید همه کنار هم می, می بودیم دیگه من یادم چند سال وقت داره که کنار هم دیگه باشه میدونی و چی از این مهمتر کار نه کار از این مهمتر نیست همین من که به دقیق... چه قیمتی دقیقا به چه قیمتی به چه قیمتی این اتفاق افتاده تو این زمینه یاد یک چیزی افتادم داشتی میگفتی چون تو هم کانادا بودی برگشتی دیگه خب و تو تنها نبودی تعداد افراد وحشتناک زیادی بودن که آمدن و ساختن به استارتاپ خوبی ساختن از جمله استارتاپ بزرگی که تو کشور داریم یه, یه بحثی که خیلی میکنم میگن که شما که رفتین دیگه صحبت نکنید یا حرف نزنید <applause> شما درک نمیکنید جامعه رو و درک نمیکنید و شما دیگه بریدین و رفتین اما تاریخ ما نشون داده که یه رشد کوچولویی یه اصلاح خیلی کوچولویی شد همه برگشتن حالا همه همه نه یه اومدن گفتن که داره مثل این که درست میشه نه خب من بیام تو درست شدنشم یه نقشی داشته باشم بیام بسازم اونایی که نمیتونستن بیان نمیدونم سعی کردن که اونایی که اومدن رو ساپورت بکنن کمک بکنن ببینن اوکی، اگر قرار ایران هم بتونه بینون مللی باشه ما میتونیم یه نقشی توش داشته باشیم وقتی هم میگم نقش داشته باشه نه که آدم دلش سوخته که مثلا از چی میگن ارق وطن و این, این کار بکنه ام. آقا میتونم پول در بیارم حسن. نه میتونم پول در بیارم یه بازاره ام. یه بازاریه که میخواد بین المللی بشه پتانسیل داره جمعیت داره بازار ایران خیلی پتانسیل زیادی داره جوان تکسوی بازار ایران از خیلی کشور اصلا آره فقط هم نه ایرانی مگه های خارجی نبودن هر کسی هر تاجری هر بیزنسمنی یه جا میبینه با میشه میره اونجا دقیقاً دبی پس, پس اگه موقعیتی باشه که میشد درستش کرد اصلاحش کرد اونایی که رفتن هم برمیگردن چرا که نه چرا که نه, چرا نه؟, نه. بعدش نمیاد دوم... کنار خانوادش باشه که بعدش نمیاد که برای هم, هم نوع ده... یه کاری بکنه ام. که به نفع خودش باشه که به نفع خودش باشه میدونی اره. من بتونم پول لبیارم بزرگش کنم شرکت هم بزرگ کنم و اینا چرا که نه میدونی پس این بحث غلط بود که میگن که کسایی که رفتن دیگه بریدن و اینا نه من به شخصه نمیبینم که اصلاح پذیر باشه امروز اگر بود قضیه فرق میکنه اه. ببین حالا این درد و دلای همیشه که واقعا نمیشه سیم کرد <applause> تو یه مسیر رفتی که من احساس میکنم خیلی هم هم براشون جالبه هم احتمالا بخوان دنبال کنن این مسیر از ایران رفتنت به استونی و بعد الان یه جورایی کانادا اینا هم که میان کانادا نمیدونم چرا روشون نمیشه بگم ما میخوایم بیایم کانادا اومدیم یه کاری بکنیم دیگه دوری <denganhabitude> بزنیم تو الان مسیر چطوری الان یه استارتاپی فرمالو اصلا تو ایران فاند شده ما تو ایران شروع کردیم ولی مشتریم خارج بودن اصلا اولی اره اصلا قصدمون این بود که چون میدیدیم که میتونیم فارسی هم داشتیم البته میتونیم که بین المللی رو لانچ بکنیم از ایده با باور داشتیم و رفتیم چند تا مشتری پیدا کردیم بین المللی کار کردیم و اینا که بعد 98 شد دقیقا اون آبان با دستتون به همین مشتریمون قطع شد و دستتون که همین که قطع شد ما اینجوری بودیم که حتی نمیتونستیم ایمیل بزنیم که اوکی ما جلسه رو نمیتونیم بیایم یا نمیتونیم ساپورتتون بکنیم و اینا خیلی روزای بدی بود دیگه حالا همه دیگه میدونیم دیگه داستانش دیگه نمیخوایم دوباره بازگو کنیم ما صحبت کردیم با بچه ها که چیکار کنیم گفتیم خب اینجوری که نمیشه ظرف یه هفته واقعا هم شد هفتش روز تصمیم گرفتیم که اوکی باید ما اگه میخوایم رو شکل بگیره بعد توی کشور دیگه شکل بگیره ما همه بستیم با کل پشتی دیگه آره. خود بیزنس زیادی سخت هست که حالا بخوای این وریه هم بندازی واقعا خب واقعا بعد اینجام و اینجا نکته قمنگیز قضیه اینه که خود بیزنس رو انداختن سخته توی کشور غریب بدون هیچ کانکشنی بدون اینکه هیچ دوست و آشنایی هم داشته باشی وحشتناک سختره و این مشکلیه که خیلی از تیمای خوب دارن چون خیلی استارتاپ های خوب دارن الان از ایران رفتن و جاهای دیگه فعالن اما تو این تیکه گیر ام. کردن چون هیچ دوست آشنایی ندارند هیچ کانکشنی ندارند وی سی نمیشناسن اکسلریتوری نمیشناسن اکوسیستم رو واقعا نمیشناسن و توی اون قدم ما قبل یک گیر کردن و این مشکل اساسیه که واقعا نمیبینیم که استارتاپ زیاد بتونن فاندریزینگ بکنن بتونن تو تو ایونت ها شرکت بکنن تو کنفرانس ها شرکت بکنن بتونن محصولشون رو پروموت کنن این واقعا سخته و تو پس کمپانی رو از ایران بردین استونی آره الان هم اونجا تو داری زندگی میکنی یعنی الان واقعا تو تو سفری الان تو سفرم واقعا آره چند روزی که برمیگردم ولی تو فکر جابجایی هستیم هنو... حالا گفتیم دور اومدیم برای داریم فکر میکنیم یکم هم فکرمون دلیلش بیزینسیه بیشتر تا شخصی که اگر بخوایم راند بعد و ریز بکنیم کجا بهتره باشه شرکت علازه... حالا جغرافیا چون میدونی که هر کشوری یه سر قوانین خاص خودشو داره برای جذب سرمایه و اینا مالیات و اینا باید اینا را خیلی حواس و آدم جمع باشه با این الان توی جا به جایی هدکوارتر هستیم که ببینیم که آیا تو استونی نگه داریم یا کانادا نگه داریم یا حقیقتش لندن یا آمریکا. الان که اصلا راستشو بخوای من دارم میبینم یه ماهایی که مثلا پاسپورت دوم دو گرفته بودیم و خوشحال و شاد و خندام من مثلا دیدم الان ترند اینجوریه که مولتی پاسپورت دارن ملت میشن برای اینکه این آزادی و این فریدامو داشته باشن اصلا کلا تو زندگی هر بار یه لولای مرحله رو میری بالاتر مثلا ببین تیک ها من خودم چند تا کنفرانس از دست داده باشم خوبه برای اینکه پاسپورتمون خیلی ارزش زیادی داره برای همه حالا من میخوام بگم پاسپورت کانادایی الان مثلا ملت باب شده میگن اونم بعد چون اینقدر قو... آره. اینقدر قوانین داره عوض میشه بزن مثلا مثال بزنم اپرنتلی مثلا تو تو کانادا آه... یعنی حالا میگم تو بعد تو چه مرحله تو زندگی هستی و مرحله که عوض میشه اتفاقات هم عوض میشه ولی نه نه ولی مثلا تو تو امه. کانادا اگر الان خونه بخری آه... آه... در ام... یعنی تو پول خودتو تبدیل کردی به یه اسد تبدیل کردی به خونه امه. و اگه این خونه رو تو کانادا داشته باشی عملا گاورمنت میتونه این پول خونه رو همون بخواد تو بگیره از قوانین آقا مثلا ما تو رو به دهکار که دیدی یا هر دلیل به هر حال قانونا میتونه پول تو رو از تو بگیره درست میدونی مثلا مثل قدیم مثلا نیست اینجوری که پول منو با من کاری نمیتونی بکنی و اینا <تصفح> میدونی و مثلا خیلی این اینطوریه که آقا من ترجیح میدم مثلا پاسپورت مکزیک داشته باشم به خاطر اینکه ت... شهرهایی که میتونم برم یا مثلا سفرهایی که میتونم برم اینطوری این, این مشکل های تکس بنفیت رو ندارم به هر حال هر کی داره یه جوری داره با سیستم بازی میکنه میدونیم آره. و اون قدام که انگار بوش میاد آزادی های فردی اون قدام زیاد نیست یعنی خیلی الان لوپول خود گورنمنت ها دارن درست میکنن این اشتباهات دولت ها خدا رو که همه جا دولت ها اشتباه میکنن مثلا آره. مثلا یکی دیگه بهش برخوردیم ما با چندتا دوستان ما یه چیزی متوجه شدیم وجود داره به نام اگزیت تکس و اینکه مثلا شرکت تو آلمان بعد بزرگ شده خب میخواد مثلا بره آمریکا و آلمان میگه نه نمیتونی بری باید اول با والیویشن شرکتت به من پول بدی و تکس بدی حالا درصدهای مختلفی دارن و اینا که این نتیجهش چی شده اینکه اگه استارتاپی مثلا آلمان من الان مثال میزنم چون این اتفاق واقعا افتاده و الان یکم وی روش عصبانی اینه که اگه در آلمان شروع میکنه به محض اینکه میبینه ایده داره کار میکنه شرکت میبره آمریکا ثبت میکنه واضح شده که بازار آلمان داره کوچیک میشه از این چون بعد میاد شعبه میزنه آلمان ها چون همه تیمش اونجاست خودش داره اونجا زندگی میکنه همه همه بسات اونجاست ولی به عنوان شعبه ای از شرکت آمریکایی است میگه خب چرا وقتی من سرویس نمیگیرم از اون کشور داره به من تحمیل میشه که پول بدم و این در مورد همه شر... کشورام هست اگه سرویس آلمان نمیده چرا داره از من همچین تاکسیو میگیره همچین مالیاتیو میگیره من میتونم آپشن بهتری دارم میتونم برم آپشن مثلا آمریکا رو دارم میتونم اونجا شرکت دارم، ساب کنم، این طرف فعالیت بکنم، دو تا دنیا رو هم دوست دارم. و این باعث شده که تصمیم خود دولت که این تصمیم گرفته بودم برای چی؟ که اوکی استارتاپم رو نران سیلیکون ولی این تصمیم برای این گرفته شده بود. تاثیر برعکس بذاره. به جای اینکه نرن شد که هیچکس شروع نمیکنه دیگه از همون اول میرن، قبل از اینکه بخونیم پولا رو بدن یا وقتی که ارزش شرکت خیلی کمه، از همون اول میرن. و این باعث شده که یه سری کشورها تبدیل شدن به شعبه دومه خیلی از استارتاپ ها به اینکه خودشون اکوسیستم و خیلی خفنی بسازن این تو کانادا من حقیقتش اینو دارم زیاد میبینم متاسفانه یعنی یه سری تصمیمات غلط مثلا رو قیمت ها یا رو حقوق ها در واقع باعث شده که خب همه اینجا الان بازار کار اینجا واقعا وحشتناک دیگه اتفاقی <تصف> که داره اینه که کلا که اصلا قانون 820 که حالا هر کی یه جوری بهش نگاه میکنه قانون هشتاد بیست قانونیه که میگه آقا 20, 20،, 20 درصد کارهایی که میکنی نتیجه 80 درصد تمام بنفیتی که میبینی یا کلا 20 درصد نیروهایی تو شرکتت 80 درصد یا این قانون 80 20 همه جا همه جا میتونی بکنی 20 درصد مشتریات 80 درصد درآمد <تصفح> آره بعد اینجا هم الان کانادا هم خب واقعا تو میری نگاه میکنی. مثلا اینجا تمام این قیمت های کاندو و خونه‌ها رو واقعا 20 درصد اینوستورایی که شاید تو پشت کاندام نذاشتن عموماً هم چینی کلی خریدن من همین طبقه 16 اینجا رو من تا حالا و هم ندیدم تو این 5 6 سال چون اصلا فکر کنم تا حالا کانادا هم نیومد اصلا انگلیسی انگلیسی هم بلد نیست من با یه نفر دیگه صحبت می براش منیج میکنه اینجا رو ام... میگیره آره حالشون <تصفح> و بعد اینا میان میبینن که چه مشکلی به وجود اومده قیمت ها رفته بالاتر بعد نمیتونن هم بیان بگن فقط ما قف قانون میذاریم برای این 20 درصد میان یه قانون جنریک درست میکنن ایمپوزش میکنن به همه آقا هر کسی که مثلا اینقدر داره سرمایه گذاری خرید خانه میکنه بعد اینقدر تکس بده و من فرست تایم اومونری او اینجوری که داداش ما چقدر داریم در میاریم که مثلا تو حالا بخوای اینش مثلا تکس برداری یعنی یهو میان یه کاری میکنن بعد میان اینو روشن روشون نمیشه بگم فقط این فقط برای اون 20 درصد میگن the wealthy should pay واو wow, wealthy should پی که ما داریم میدیم این مثلا دقیقاً مشکل همینه یعنی مشکلی که ایدئولوژی مالیات تو دنیا این مشکل رو داره حالا اصطلاحش فکر میکنم میشه که tax the tax is not paid it's collected نه ده. خب نه که آقا وقتی تو تاکسی یه مالیات تعیین کنی خب اون شرکت هر شرکتی باشه میگه که من که اینو پرداخت نمی‌کنم مشتری من اینو پرداخت میکنه خیلی خب پس من باید قیمت همون ببرم بالا دیگه که دقیقا میشه اینجا اجاره خونه مثلا توی این مثال توی کمپانیا میشه اینوستمنت و نمیدونم قیمت محصول بعد دولت میاد میگه که ای تورم داریم چرا خب به همین دلیل دقیقا خودت ساختی خودت دقیقا تورم رو ساختی خودت قیمت ها رو بردی مالیات رو گرفتی و خرج اتینا کردی خرج جنگ کردی خرج کووید کردی خرج نمیدونم چرت و پرت کردی پولا ریختی دور و الان تورم درست کردی خسا نباشی بذار یه همی بزنیم از این آره. صحبت های واقعا تو مخن دولت ها با جمعون دیوانات بزنیم و فریم آره. فرقی رو خراب نکنیم <تصفح> <تصفح> خب آم... همچه شیشفت لیوان دورمه <تصفح> حالا پس بابت اینکه حالا در مجموع سونیو برای کسی که داره چون خیلی آره من یه بازه زمانی اینو فکر کنم تو قبلی حرف زدیم <تصفح> یه بازه زمانی همه انگار مثلا یه سوراخ جدیدی باز شده بود همه رفتن اونجا ببین انسان خیلی کشور خوبیه برای داشتن شرکت اینو میتونم خیلی بگم چون من تا الان پنج تا کشور شرکت داشتم واقعا استانی بهترینش بوده از ج... که من خیلی بروکراسی بدم میاد متنفرم میونه الان بحث مالیات اینا داشتیم کردیم و واقعا اونجا یه زیر خوبی ساختن که همیچه الکترونیکی مالیاتت آنلاین میدید به حسابداری آنلاین انجام میشه همین کارها رو آنلاین میکنید درد سر نداری مخصوصا وقت شرکت کچولوه ام. الان یکم ما خوردیم به بروکراسی هاشو اینا ولی بازم خوبه اما تا زمانی که شرکت کوچولو استارتاپیه خیلی جای خوبیه واقعا خیلی از استارتاپ ها بیا اونجا ثبت میکنن حتی بقیه اروپا بقیه مثلا اتفاقا کانادا چقدر ستارتاپ داریم اونجا جالبه که اونجا اومدن اینش خیلی خوبه یه سری مشکلات داره که باعث شده که ایرانی ها الان دیگه خیلی نیان یکی این که مسئله پاسپورت داره دو تا نداره اصلا این یکی از نکاتشه و تعداد ایرانی هایی هم که اونجا اومدن که بچه خیلی خوبی هم هستن بیشتر اومدن دارن در واقع تو شرکت ها اومدن استخدام شدن که با در واقع ورک پرمیت بهش میگن با ورک پرمیت اومدن که بتونن تو این شرکت ها کار بکنن و چون شرکت ها خیلی خوبی اونجا هستن دیگه میگم همه شو بزدن اونجا کل بیزینسش رو تکه قشنگ هیچ بیزینس دیگه ای نداره رسمان. هیچ صنعت دیگه ای نداره همه چی استارتاپ ها و تک هستن و شرکت های بزرگ و شرکت های کوچیک اونجا هستن اما جای خوبیه الان من شاید خیلی پیش نهاد نکنم برای بچه‌ای که داخل ایران به اونجا چون یکم مسیرش خیلی سخت شده و تخفیری های وحشتناک زیادی داره کشورهای دیگه خیلی آسان تر کردن این کارو و من اونا رو پیش, پیش مسیر نهایی نیست جایی که دوره تو ترانزیتی و حتی برای اولم مخصوصا برای کسی که میخواد برای بار اول بیاد میگم خیلی سخت کرده مثلا ویزا دادن و ایناشو خیلی سخت کرده که اگه آدم این این همه داره زحمت میکشه شاید جای دیگه بره خیلی بهتر باشه اما لازم داشتن شرکت ران کردن استارتاپ اکوسیستم خیلی بزرگی داره تعداد ویسی های زیادی داره اکسلریت های زیادی داره مثلا من خیلی هاشون کار میکنم واقعا خوبن و تاپ تیرن تو میخوای با بهترین ها کار کنی دیگه تاپ تیرن و اینش خیلی خوبه آدم کار میکنه برای داشتن شرکت من پیشنهادش میکنم آره. مخصوصا که خیلی کشور اروپایی واقعا داشتن شرکت توش حساب خوردیه آقا تبریک باید این بسمت جدید مرسی ممنون مرسی. البته که میدونی این در این تبریک به آره. جدید ما بعدا یا فهمیدیم که بدهی آره بدهی جدید آره. 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 مرسی که فول غرض گرفتی آره،, آره آره خیلی چیزا آره. آره. اینطوریه که من آره. تو مخم هست حالا آدم خب پشتش برال یه دلیلی داره ولی مثلا اینی که یه شغل جدید گرفتم همه دست اینجوری که بله من نو پنج تا نومو فروختم خیلی از این مثال ها زیاد داریم ولی خب حالا دلیل هم داری برای یک اکامپلیشمنت و یک ساکسسی حساب میشه به هر حال تو ذهن ناخداگاه داره میگه که بیزنس رو به روش بوده یه سری اینوستوری دیدن که آینده ای داره سودی داره برای یعنی منظورم که جدید مبارک فشار جدید مبارک به چند نفر جدید دادم بعد جواب پس بده خیلی مبارک ما این دفعه دو میلیون یورو اوکی آره میشه دو میتونید ببریم اون پشت پروسس این که چی شد به پول احتیاج پیدا کردین تو چه استجی بودین پول رو برای چی میخواین برنامه پول چیه دو میلیون است که گرفتین حتما ما این استجا الان بیشتر صحبت میکنم ما دیه تصمیمی که گرفتیم این بود که چون ما وقتی که شروع کردیم رفتیم یک سلرایتو قدم اول چون که تو کشور جدید بودیم اصلا هیچ کسا نمی‌شناسیم و یکی بهترین تصمیم ما بود به نظر من چون باعث شد که ما با اون اکوسیستم آشنا بشیم بتونیم کار بکنیم بتونیم تست بکنیم خیلی راحت بتونیم ایدهمون ایده ایده رو بتونیم تست بکنیم و بتونیم فرصت داشته باشیم که پیووت کنیم چون متوجه شدیم ایده ای که ما داشتیم کار نمی‌کرد و پیووت کردیم خیلی راحت و بعد از اینکه ما وارد اکسلراتور شده بودیم و یه پریسید هم ریس کردیم از در واقع یه ویسی تو آمریکا به یه جایی رسیده بودیم میتونستیم محصول رو بسازیم مشتری داشتیم و اینا اما خیلی هنوز رشد نمی کردیم گفتیم که خیلی خوب بیایم یه KPI ای آی بر خودمون بذاریم بیایم بگیم که اگر ما تونستیم شرکت رو سود ده بکنیم بعدش میریم دنبال این بتونیم ببینیم که اگه چون من خودم می‌ترسیدم، می‌ترسیدم که طول بکشه پروسه گفتم اوکی حالا داریم جدی این دفعه میخوایم بریم سراغ اینوستمنت و شاید طول بکشه بازار خرابه بعضی هم میگن بازار خراب شده و بذار به یه جایی برسیم که ما مجبور نباشیم التماس بکنیم خیلی راحت، که مجبور نباشیم بریم دنبال ویسی ها بگیم که اوکی تو رو خدا جواب ایمیل ما رو زودتر بده تکلیف ما رو مشخص کن با خیال راحت داریم میریم جلو اگه شد شد نشد همینو میبریم جلو سخت... سختی میکشیم ولی میبریمش جلو این KPI ای رو گذاشتیم که خدا رو شکر بهش رسیدیم بعد شرکت شد از منفی شد مثبت گفتیم خیلی خوب الان ریز میکنیم که خورد به قضیه این که هم اینترست ریت رفت بالا بازار بورس خراب شد و ویسیو پولشون تکشید دیگه اون دوران طلایی بعد از کووید که همه ویسی ها پول داشتن و اصلا دیگه سلام میکردی میگفتن اوکی چقدر بکشم برات دیگه تموم شده بود و الان به جای رسیده بودیم که تا امروز هم ادامه داره اینکه دیگه پول برن کردن معنا نداره کسی پول آتیش زدنی نداره رشد به هر قیمتی اصلا دیگه تعریف نشده براشون همه اینا هست شده و اینا اینجورین که اوکی ما باید ببینیم که تو, تو داری ترکشن داری تو داری فروش داری و این فروش داره زیاد میشه من اینو باید ببینیم اگر رشدت کمه خیلی هم اوکیه به شرطی که بتونی خودتو زنده نگه داری و اولویت قدیم اینوستورها رشد بود و الان شده کپیتال افیشنسی یعنی تو میتونی شرکت اداره کنی حتی اگر اینوستمنتی نباشه چون اینوستر تو ذهن خودش اینه که من پول ندارم به تو بدم خب اگه اینوست کردم پس بردا پول کم آوردی من دیگه پولی ندارم بهت بدم میمیری و منم نمیخوام تو بمیری من میخوام شرکت زنده بمونه کلی پول خرجش کردم اتفاقی که تقریبا برای ما تو ایران خیلی از استارتاپ ها افتاد یعنی اه ش... شکست هم نه مرگ خی... مثلا استارتاپ های مثل مال ما از عددا رو نزدی و کی پی نزدی و نمیدونم از اینا نایمد نه فالو آب مانی دیگه نبود و ما آره. کش هیوی بودیم برای هزینه کردن نوع بیزنس نوع بیزنس بود آره نوع بیزنس این بود که من این عددا رو میزنم به هر قیمتی رشد میکنم ولی فالو مانی هست ام. و میرسه و ویسیان به این نتیجه رسیدن که نه نیست دیگه رفتیم سراغ اینوستمنت طولم کشید حدود 8 ماه درگیرش بودیم که الان یه نرم تو دنیا حقیقتش الان یه سالم طول میکشه و بعد آماده باشه آدم میگم وضعیت اینوستمنت خیلی تو دنیا به هم ریخته است الان و درستم هنوز نشده امسال یکم داره بهتر میشه امسال خود به خدا رو ای آی یه بوستی داد که اون از اون ناامیدیه قضیه اومد بیرون آره چون بشه. خیلی ناامیدانه شده بود دیگه و خیلی هم نداشتم پول آره آره ولی البته هم... ای, ای, ای که اومد نشان داد آره. چه همه پول همون آره با این ما با این بیسیا دیگه خصم است حوصله نداشتن آره یه چیز جالبی بود رو بیسیا که ما متوجه شدیم این که اینا خیلی ها پول دارن پولشون تو بانکه ترجیح میده پول دست نزنه مثلا وقتی میترسه مثلا بازار بورس که به هم بریزه و اینترست ریت که به هم بریزه این بیسیا اینجوریان که اوه. من پول تو بانک این صندوق دست بهش نمیزنم تا ببینیم چی میشه ای آیه که اومد اینا اینجوری بودن که باید دوباره بپریم و یه استفاده بکنیم وگرنه بازی رو میبازیم <تصفح> پول رو از صندوق کشیدم بیرون ای واقعا من, که اتفاق خیلی به نظرم خوبی بود چون یه خون جدیدی دوب... یه اکسایتمنت جدیدی یه هیجان جدیدی فلو پولا رو داشتی میدیدی اینجوری بودی که خوش نیست پس دنی یه دلگرمی خیلی خوبی داد به اما الان اتفاق بعدم داره میفته چون ایی آی باعث شده که همه استارتاپ دارن کامپیوتینگ پاور رو زیادی استفاده میکنن و خرج اون دارن خرج میکنن دوباره منفی شدن خیلی از استارتاپ ها به خاطر اینکه دارن مرد مشتریاشون از ای استفاده میکنن ولی اونا دارن از ای پول در نمیارن خب ولی بت هم دارن میکنن که به دقیقاً نمیاد میاد بته آره، دیگه دقیقاً بت و میگن که میارزه که ما خرید خونه خونه رو الان بخر اینترست ریت سال دیگه میاد پایین آره و اینکه من مشتری داشته باشم بعدا میاد سرویس دیگه هم از من میخره دیگه خب الان اینجا پول از دست بدم اشکال نداره مثل بری رستوران اولیه شانتیونه بت بد بدن و ایناست یکم این باعث شد کجا بحث بودیم در این که ویسی و پول دارن و دارن آه آه آره هشت ماه طول کشید ما با خیلی صحبت کردیم چند تا پروسه مختلف داشتیم که به نظرم کارهای هم درست کردیم هم اشتباه کردیم تو اون پروسه ها ما با هر کی که میشناختم من صحبت کردم یک نکته مهم اینه که فاند خیلی کار وخیریه و ام. چون وقت یک نفر از کوفندرها بعد dedicated در خدمت فاندریزینگ باشه و اگر شرکت وضعیتش خوب نباشه این باعث میشه که شرکت بترکه وقتی یه شرکت وضعیتش خوب نیست همه هیئتی دارن کار میکنن دیگه که همه ببینیم چجوری میتونیم وضعیت رو خوب بکنیم و تو اون لحظه اینوستمنت ریسک کردن باعث میشه که بیسیان بفهمن او اینجا یه کیاسیه که من نمیخوام واردش بشم اما وقتی وضعیت خوب بود مثلا درآمد هست مثلا محصول درست حسابی اینا و کمک داری که من کمک خیلی خوبی داشتم کفنداران بودن کفنداران من شرکت رو ران کردن رسما و من میتونستم تمرکز ام. کنم رو فاندریزینگ این خیلی نکته مثبتی بود که در واقع من خیالم از اون طرف راحت بود من میتونستم تمرکز کنم واقعا 70 درصد وقت منو برد چند تا اینوستر صحبت کردیم بالای 100 تا بالای 100 تا صحبت بالای تا کردی صحبت, کرد. صحبت, کرد. صحبت کردیم و با همه تو استونی صحبت کردیم توی نوردیک که میشه فنلاند و سوئد و دانمارک و همین نروژ اینا صحبت کردیم های آلمان و فرانسه و انگلیس و آمریکا و کانادا و همه در واقع هر چی کانکشن داشتم و نداشتم صحبت صحبت کردیم خب بعد یه چند تا سوال دارم رو به این قضیه آیا فقط معنیش این بوده که با صد تا صحبت کردی یکی قبول کرده یا نه تو این پروسه ای صد تا هی پیچر رو هی تویک کردی آره یه, یه مدلی که من دوست دارم چون این بالا اول هم نبود رئیس کردن این کمکم کرد که یه آره. تری چیزها رو بلد باشم این بود که تو یه سری بیسی هستن که دوست داری باشون کار کنی اسمشون بزرگه رسم خوبی دارن اعتبار بزرگی دارن میدونی که آخر سر اگر به انتخاب بدن دوست داری که با فلانی کار کنی روز اول نمیری سراغ اونا اونا رو میذاری لیست روز اول میری سراغ کوچولوها سراغ بیسی که خوبه انا ولی کوچولو هم متوسط تمرین آره دقیقا میری تمرین خب میری پیچ میکنی میری پیچ میکنی بعد میبینی که اوه چقدر پیچم مزخرف بود پریزنتیشن هم بد بود صحبت کردنم بده من هیچ اکسایتمنتی توی اینه ایجاد نکردم نتونستم اصلا ارزشم رو برسونم کامینیکیت کنم باشون به هر بار نکته مهمترش اینه که از تو سوال میپرسن رقیبات کن. چجوری میخوای رقیبات رو ببری ویژن آیندهتون چیه سوالای مهم اینجای محصولتون که این مشکل رو داره پس اینو میخوای چیکار کار بکنی اگر فلان اتفاق افتاد مثلا اگر نصف مشتریتون ریختن چی مثلا و هزار تا سوال دیگه و کم کم سوالا رو یاد میگیری جواب درست سوالا رو یاد میگیری و نه تن این کمک میکنه که بهتر <تصحنت> کامنیکیت کنه آدم صحبت کنه با سرمایه‌گذارا بلکه متوجه میشین واقعا اون تیکه بیزینس من مشکل داره باگ داره اصلا خب وقتی من هیچ دلیلی نداره که میگم رقبا میبرم خب باگ داره محصول من دیگه یه, یه کاری بعد عوض بکنم و واقعا میری محصول عوض میکنی میری ده پوزیشنینگ ده مثلا پروداکت عوض میکنی نوع مشتری رو عوض میکنی میری تایتل سایت رو عوض میکنی و تایتل سایت رو عوض کردیم چون متوجه شدیم هیچ کی نه که ما داریم چیکار میکنیم بزرگترین مشکل ما این بود هیچ کی این فهمید ما چیکار میکنیم نه ویزی میفهمید نه مشتری میفهمید میگفتیم یعنی چی داریم چیکار میکنیم <تص> <تص> انگیجمنت آره, ما یعنی ما چی مشکل آره. داریم هر روز هر اول ایمیل میفرستین شما ببینید آخه همه معنی دنیا رو میده آره. دیگه خب آره چت چت دارین اینترکام این, این مثلا آره جوک تعریف میکنید و این مشکلات و متوجه شدن اوکی اصلا لندینگ پیج ما اشتباهه چه برسه به پیچ تکمون مشتری ها رو داریم از دست میدیم ویسی که خدا رو شکر چون ویسی ها مشتری هایی هن که خیلی بلدن تک سوی دیدی مشتری که خیلی همه چیو بلده زیر و بمه چرا چرا ویسی بلده چون روزی صد بار فقط ایده تو رو شنیده نه بقی دارا کاری ندارم قشنگ ایده تو رو ده نفر قبل تا هم بهش گفتن قاید بلده زیرو و بمشو. من دارم در ویسی خوب صحبت میکنه. ولی زیر و بمشو بلده سوالی که میپرسه تا عمق وجود آدم میسوزونه. میسوزونه اون این پرسید که من الان دو هفته است داریم با بچه ها تو, تیمای... تو جلسه خودمون صحبت میکنیم و به هیچ نتیجه ای نرسیدیم اما اون سوال خوبه چالش به چالشت میکشه و باعث میشه که تو بتونید بیزینس خودت رو بهتر درک کنی از این کوچولا که آدم شروع میکنه باهاشون شروع میکنه خیلیاشون میگن نه خیلیاشون میگن بیا دوباره صحبت کنیم اینا آدم یاد میگیره پیچش رو بهتر میکنه هی میره سراغ اون قولای بازار کل گنده ها و اون موقع دیگه آدم حرفه و این باعث شد که مثلا ما نه که زیاد شنیدیم و جوابای آرم زیاد شنیدیم جواب آرام کم شنیدیم ولی شنیدیم یکی اشتباهات ما این بود که مثلا تو سه ماه اول یک ویسیا به ما گفت آره صد درصد ما میخوایم باتون با کار کنیم ما انقدر درصد میخوایم بگیریم و تمام قضیه بیا ببینیمت و حالا یکم هم اونم عجیب بود دوران بعد از کرونا چون معمولا دیگه همه زوم کالن و دیگه کسی نمی که بیا ببینیمت ولی گفت بیا ببینیمت و اینا صحبت کنیم و بعدش یهو گفت ما پول نداریم تمام <تصحب> شد و ما یه استوپی خوردیم چون وقت از دست داده بودیم رو صحبت کردن اونا اینجوری بودیم که ولی اینجوری بودم که اوکی بهتر بهتر که با فلانی نشد ولی بریم با بقیه صحبت کنیم خلاصش میکنم آخرش ما تونستیم یازده تا آفر گرفتیم از ویسی مختلف چهار تاش انتخاب کردیم بقیه رو هم گفتیم نه و جالبش هم این بود که خیلی از آفراد واقعا از کسایی بود که من هیچ وقت نمیشناختمشون ایمیل بهشون زده بودم ایمیلشون یه جا پیدا کرده بودم گفته بودم فلانی ما استارتاپ ماست این فرمالوه اینم پیچ تکمونه اگه دوست سر صحبت کنیم جوابم بده خیلی راحت این ریز اولتون بود یا دوم این ریز نه دوم ما سی پریسید ما قبلا ریز کردیم اوکی. آره. سر پریسید ولیو شده بودیم ولیو شده بودیم آره سر پریسیده ولی خب پریسید کوچیک بود دیگه من دی رئیس 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 ما کلا 200 هزار تا ریز کردیم ما الان که چالش اینه که اون 2021 والویشن های 2021 دیگه الان نمیشه آره. کرد آره اینم خیلی بده چون اون موقع مثلا یه یک کم متدای هم میدونی دیگه متدای اساسی ارزش گذاری شرکت برای سس ها اینه که تو درآمد در سال x x ضرب در 10 هفت زب در 7 ضرب در 15 حال بسته بوده آره بود دیگه آره. آره. الان دیگه خدافظی شده با این اعداد و این الان شرکت ها اینه که داون راوند بهش میگن داون راوند باید ریس بکنن که خب یه کم هم سخته اما ویسی هم الان اوکی انا. خب چون میدونم با آره، آره، چه آره، اشتباهی آره، کردن آره، آره. خودشون اشتباه آره. کردن میدونی <تصفح> حالا ما یه کار باحالی که کردیم موقعی که میخواستیم ریز بکنیم و یه مقداری حالا به اصطلاح شاید ریلکس سر و راحت تر ریز کردیم حالا کدوس تو سیاوش البته برای این کاری که کرد اونم این بود که ما اینطوری نبود که موقعی که به فکر ریز کردن افتادیم بیفتیم با این وستور و صحبت بکنیم و من اینو به نظرم برای خیلی از کارهای دیگه هم الان به نظرم خوبه خوبه که اصلا الان بکنیم یعنی مثلا ما به مثال آقا ما از الان مثلا یه لیستی از اینوستور ما پیدا یه نیوزلتری ما درست کردیم آجی م -م. که ما یواشی هر کوارتر یه آپدیت ما برای همه اینوستور میفرستیم خیلی هم دیتا همونو ترانسپرنتیم اصلا میدونیم بعد چون دیتا دارن اونا اصلا, آره، اصلا برای برای مهم نیست هم نکته <تصح> که وجود داره اینه که تو اگرم حتی بری دنبال یه شرکت اینوستمنت اینوستور اصلا فرض خود من رو تو اینوستور شده باشیم چرا دور میره اما یه شرکت فرش بیاد به من بگه داداشم سلام من پول میخوام حتی اگرم خیلی کارشون باحال باشه و مشتی باشن و دمشون گرم باشه و پیشم خفن باشه همه چی پرامیسینگ باشه من رو تو ترجیح میدیم که یک مدت زمانی اینا رو مشاهده کنیم دیگه میدونی حالا هر چقدر حالا تیم چه جوریه اینا چه جوریه و ببینیم مثلا الان چی میگه بعد مثلا سال بعد بریم ببینیم چند, چند. بعد دوباره سال بعد بریم چند چند نه بعد میفهمید چقدر رو حرفاشون چقدر رو پلنینگشون خوبن چقدر پروداکتشون خوبه بعد سال سوم دوم شاید احتمالاً مثلا میری اینوست میکنی ببین مثل دوست پیدا کردنه آفرد. دیگه خب روز اول که دو پا آدم نمیپره و از این مثلا گفتم صد خورده ای نصف اینا ما ویسی هایی بودن که اصلا قرار نبود باشون رس کنیم قرار بود فقط آشناشیم چون برای سریز ای به بعد بودن آفرد. خب و اونا خودشون هم خیلی دوست داشتن اینجوری بودن که یه صحبتی بکنیم ببینیم چه بعد تمام جلسان ها. به این صحبت میشد که دقیقا همین تو گفتی هم هر چند وقت که بار یه آپدیتی به ما بده آره آره بعد صحبت اصلا من پاره. بعدم فهمیدم که اصلا ویسی ها اونجا که بگی همون اول هم اگرم خیلی هم اینترستد باشم بهت میگن نه و هم. یه مدتی این منیجینگ رو و ال شروع میکنن فالو, فالو کردنت یواشی دیدن دور زدن لاگین کردن اکانت گرفتن تو سایتت و بعد از حداقل سه چهار پنج شیش ماه یارو میاد یه آقا ما اومده یعنی امکان نداره روز اول یارو یه به بچه پروداکت با حالی من پایم اینوست میکنم ایمیزینگ آیدیا میدونی میخواد تو رو توی بازه زمانی مشاهده بکنه دقیقا چون یه نکته هم هست استارتاپ های مثل ما چون ما مثلا نه، نه، ترک رکورده که قبلا یه یونیکورن داشته باشیم الان فروخته باشیم اومده باشیم استارتاپ جدید هنوز دخن... آره، نشده با... هست آره. 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 <تصفح> برای ویسی یو are نات <تصفح> <تصفح> تو یکی از استارتاپ هایی هستی که هر روز باشون داره صحبت میکنه هیچ اسپشیالیتی نداری فقط چیا چک میکنه میگه خوک تیم تو چک کنم ببینیم تیمت کیم هم قبلا چی کارا کردین تا یه تیکای ولی آره میخواد زندگی کنه یه دو سه بار بریم دیت با هم ببینیم میسازیم می با هم یا اینجا نه اینجا ما ما یاد گرفتیم وقتی همچین اپ ما خودمون پس بریم دیتا رو شیر کنیم یارو نمیخواد بیا پاتک نمیخواد بزنیم بیرون پش وایس نگاه کنیم ما خودم هر کوارتر بیت اپ دیتا رو میدم آره ما هم این کارو می... رو کردیم خیلی هم خوب بود و زمانی که م... میخوای ریز بشی دیگه خیلی پیچ و بحث و بیا دیتا مون نمیدین که هر بار داره میبینه یارو داره الان مثلا ما چون این کارو کردیم و هر بارم تو یه جایی میریم مثلا به قول تو همین وب سامیتی جایی بری چارت اینوستر جدید ببینید ایمیلش رو میگیریم و سوالم خیلی ساده است جوابش هم, هم جوار است دوست دارین توی نیوزلتر آپدیت هم بذارم یاری نمی نه من آره. توی آفیت ها. و, بعدشون هم واقعا نمیاد و ما الان یه داریم همینجوری 100 تا 200 تا 300 تا اینوستر ای آپدیت ها میفرستیم زمانی که میخوایم می این ریز بکنیم دیگه یه جورایی به حال اینا دارن پروگرس میبینن دارن خبرا رو دارن ما خودمون نلو گذاشتیم حالا من میخوام من دفعه پیشم گفتم چرا من علاقه دارم به استارتاپ ها بخاطر اینکه به زور مجبوری یه سری تکنیک‌ها یاد می‌گیری که می‌تونی اپلای کنی تو قسمت‌های دیگه زندگی من حتی مثلا برای این پادکست برای گرفتن اسپانسر براش مثلا حالا خب الان علی اومده کمک من داره ویدیو ادیت می‌کنه پیمان اومده کمک من داره منیج می‌کنه اینجوری هم که آقا اسپانسر همین کارو می‌کنه استات رشد پادکست رو برای هر کسی که پایه است میخواد اسپانسر بشه میخواد نشه مدیر مارکتینگ شرکت و هر کسی آقا ماهانه کوارتل بیس بفرست آقا رشد پاتی از در درصد این. ماه اول نمیاد ماه دوم نمیاد ولی یه بار هم بگه نه ارتباطت باش قطع هم نمیشه دقیقاً این داری آپدیت تو براش میفرستی آقا یارو دو... بچا هی دیگه ببینه دیگه دفعه پنجم اینجوری که بابا همش کم داره میکنه بذار ما هم یه تبلیغ باشون بریم میدونی و این مثل تو... اینکه جدی هن. آره, آره جدی ان مثل پیگیرن مثل, مثل, مثل اینکه با بقیه فرق دارن یعنی چون تمه اینا طرفدار یه چیز یونیک دیگه دقیقاً یه کار خوبی هم که ما کردیم تو همین زمینه این بود که از همون روز اولی که شروع کردیم ما یه چیز یه VCCRM ساختیم خیلی راحت اینجوری که خب ما یه سری آدم رو که میشناسیم، یه وی سی ام میشناسیم، دور و برمون یا از تجربه قبلی میشناسیم و یه سری وی سی نمیشناسیم اما میدونیم که وجود دارن بیامین اینا دستبندی بکنیم ببینیم کدومشون اصلا تو حوزه ما پورتفولیوشون شبیه ماست تو حوزه مثلا اس کار میکنن تو حوزه بی تو بی کار میکنن و تو نکات مختلف داره دیگه تو سایز ما هستن یعنی مثلا ما سید الان ریز کردیم اون سید ریز میکنن سریز A نیستن پری سید نیستن و این کارا رو میکنن اومدیم یادید سا... سیارم ساختیم و هی اپدیت کردیم هر چقدر باشون صحبت میکردیم این وی سی داغون بود اصلا سوالاش چرت و پرت بود اصلا به درد ما نمیخوره این رو رقیب ما اینوست کرده پس ما دیگه نمیتونیم صحبت کنیم این کمک کرد که خیلی سریعتر ما به این نتیجه برسیم که کیو آپدیت کنیم کیو تو بکلاگ نگه داریم مثلا بهش ایمیل رو تر بزنیم مثلا این کمک خیلی ما رو جلو انداخت که لوس ترک هم نکنی نمیدونم چی میشه لوس ترک نکنی از اینکه او فلانی جاموند ما با اون یکی صحبت نکردیم پنج تا ایمیل رد و بدل کردیم چی شد آخرش میدونی آره دقیقا, آره. دقیقاً. چون واقعا اونا هم یادشون میره تو با فالوآپ کنی مم. تو طرف اینجوریه که نه من سی تا ایمیل گرفتم تو نبودی اینا آره حالا وقتی میگی دو میلیون دلار همونجا یه واو دو میلیون دلار دو میلیون دلار کجا تو میگیری آجی چیکار میخوای بکنی باش فراموش چیه چقدر فکر میکنی باش زنده میمونی گفتی کشفلو فلو پا... فلو نه پرافیتبل شدین و رفتین نو رفتی این آره. آره. یعنی بیشتر هدف رشد پوله صاف آره. نیست ما الان هدف اینه که اولا هدف اساسیمون اینه که واقعا بازارمون رو پیدا کنیم چون ما فکرم مثل شما دقیق نمیدونم خیلی تو همه اینداستری ها هستیم خب از نمیدونم کلیسا داره از سیستم استفاده میکنه تا یونیکورن داره استفاده, دار استفاده میکنه تا فیسبوک داره استفاده میکنه تا مکدونالد داره استفاده میکنه خیلی هر کی این بحث رو ادامه بدیم آره. که چون فکر کنم مشکل جفته اونیکم بعدش هم این, این آره. فوکس کنیم واقعا بحث کنیم یاد بگیریم چیکار باید بکنیم دقیقاً به ای الان این برای ما یه مشکله چرا چون تعداد فیچر ریکوستی که میفتن که فلان امکان رو اضافه بکن خیلی با هم فرق داره و اگر هم اضافه نکنی مشتری میپره خیلی راحت اگه اضافه بکنی سیستمت پیچیده میشه آنتروپیش میره بالا آره دیگه پیچیده میشه دیگه اون اون طرفی که میگفت اپچه سیستمی که همه چیش آسونه الان میگه اه دو تا کلیک اضافه تر بکنم مثال ساده میزنم الان ما در واقع کمک میکنه که ما رشد کنیم و یک بازار خاص خودمون رو پیدا بکنیم هم جغرافیایی چون ما الان خیلی تمرکز زیادی رو آمریکا بودیم تا الان ما میخوایم که یکم بازارهای دیگر هم بگیریم مثل انگلیس مثل کانادا مثل استرالیا آلمان اینا الان بیشتر دار داریم روشون سرمایه گذاری میکنیم و بتونیم یک تو یک بازار بشیم تاپ بشیم نامبر وان و بشیم برای اون بازار برای اون یوز کیس بتونیم بشیم اولین نه جزوه یکی خوبا میدونی چی میگم الان میشناسن ما رو مثلا میگن یکی از دهتای برتر مثلا تو تاپ تنها خیلی ما میایم، اما هیچ جا یک نیستیم میدونی چی میگم و این مشکل ماست که ما میخوایم که به اون برسیم که اگه به اون برسیم من میگم ما رسیدیم به پروداکت مارکت فیت که بعد از اون دیگه آدم میتونه بگه که خیلی خوب تو این بازار من گل کاشتم پول بذارم گوگل اد برم پول بذارم پروموشن برم سیلز برم داره. جای برسه. عجیبی هم هست یعنی فرند شدی یارو با دوست شده آه. ولی پیشنهاد نمیده همون دیگه حالا ببین آخه اینم راه داشت این داستانی هم که ما توشیم اینجوری بود که این پروداکت هایی که هوریزانتالن و میتونن ورتیکال خیلی زیاد داشته باشن بعد ورتیکال ها رو دونه دونه نلدان کنن یعنی اول بری مثلا اگر پروداکتت مثلا چه میدونم یه فرم سازه و میتونه فرم ساز هم یوز کیس های مختلف ده. آخه ما بکنم هم همین هم هست <تص> خود کتگوری کتگوری اصلا کتگوری نیست آره آره یک چیزیه که هر کس داره یه جور ازش استفاده میکنه یکی در تماس با ما میسازه یکی در نظرسنجی آره. میسازه یکی داره کل پروسه حسابداریشو با این داره مدیریت میکنه کاتگوری نیست منم این مشکل آره. خیلی ما هنوزم البته داریم یعنی مثلا من حتی تو تیمم هم, هم دارم اینجوری که آقا من الان ماشین سازم من باید برم الان بگم من ماشین سازم یا باید برم بگم من اه... مثلا تو رو میتونم از A ببرم به B یا من ما... چون میدونی وقتی تو میگی کتگوری ما ماشین سازم تو دیگه برات مهم نیست با این ماشین چی کار میکنن ام. کجا میرن میدونی ولی تو وقتی میخوای پیچ بکنی وقتی میخوای تو بعد از ولیو حرف بزنی دیگه ایوه. آقا من کمک میکنم آدما زمان بیشتری سیف کنن من کمک میکنم آدما سریعتر ولی هیچ از این آرگومنت ها رو زمانی که داری کتگوری کاور میکنی نمیتونی بیاری یعنی ما هم الان ما هم الان کامیونیتی سازیم به اصطلاح دیگه یعنی تو میتونی باش انجمن و فروم و از این چیزا ولی من اینجوری هم که من الان تو پیچام آ... از فواید کامیونیتی ما در بزنم <applause> یا میدونی بگم <applause> یه مشکل ماست آره اه، یه تعریف بهترین تعریفی که بر مارکتینگ شنیدم این که مارکتینگ از دی دیمند خب ما باید رو این تمرکز کنیم هم من هم <applause> تو که اوکی ما باید دیمند بسازیم تو ذهن ذهن م... مخاطب به نظر من توی حالا حوزه های خودمون هیچکس مثل اپل این کار رو انجام نمیده توی یه لیگ دیگه این دیمن میسازه اپل رو نمیتونی ولی کپی کنی آ... نه،, نه نه که بگم کپی کنه نه این که این ایدئولوژیشه مثل آه. یه کالت ایدئولوژیشه که ما هیچ کاری نمی کنیم مگر اینکه دیمن بسازیم مثلا خیلی ساده این ساعت نمیخوام آره نه اینجوری میگفت اینجوری بکنین ده ده باش میتونین کار کنی به اینکه دو دستی کار کنی ممکنه صد سال یه بار هم تو این کار نکنی خب یعنی سال یک بار شاید از این فیچر استفاده کنی ولی میاد توی ایونتش میگه واو این چک کار تو راحت کرده دیگه داری با فرمون میری میتونی باش کار بکنی اینا تو دنیای واقعی شاید خیلی هم یوزفول نباشه شاید هم باشه بستگی داره اما کاری که اون مدیر پروژه ای اپل داره میکنه اینه که من این دیمنده رو بسازم و ما هم, بعد هم اون کار بکنیم که تو ذهن مشتری ما بگیم یه مشکلی هست که داری و من بهت ثابت میکنم این اعدادش این شکلش مثلا و ب... با محصول ما میتونیم حل کنیم یا من هزینه رو کم میکنم تا الان صد هزار دلار خرج میکردی با اگه من از من استفاده کنی میشه ده هزار دلار ده هزار تام بده من میشه بیست هزار تا هشتاد هزار بذار تو جیبت یا اینکه من فروش تو رو بیشتر میکنم ام. خب تا الان صد هزار تا میفروختی از من استفاده کنی میشه 200 هزار تا میفروشی دوباره ده هزار تا یکی تکنیک های خوب مارکتینگ اتفاقا اینه از ضرر نداشتن محصول صحبت کن به جای اینکه اگه اینو داشته باشی اینجوری میشه ایر فوموش فامو. آره <applause> کن یعنی آقا مثلا ایر بی اینجوری که آقا اگه خونت خالی یه داری پول در نمیاری آیا پول رو می... دست میدی را را. داری از دست میدی آره. آفرین یعنی همش داره ز... نداشتن نداشتن پروداکت تو ضرره دقیقاً اگه من اینو تا زمانی که اینو ندارم دارم ضرر میکنم آه. اگه امروز هم نخری همینجا داری ضرر میکنی به ضرر ضرر هم یادم با باخره چقدر بشنی. جلو ضرر بگی سوده منفعت و من این کار ما باید بکنیم به شخص من میگم که من این کار خیلی خوب بلد نیستم و باید بهتر بشیم توش که بتونیم فایده و ارزشی که مثلا فرمالو داره رو برسونیم به مردم به مشتری خودمون تا حالا چیزای مختلف هم تلاش کردیم بعضیش خیلی خوب جواب داده بعضیش خیلی خوب جواب نداده ولی هنوز اون کلیدش رو کشف نکردیم ببینم الان توی تیم شما تو به عنوان سی ای او کی داره محصول رو میسازه کی داره تصمیم میگیره چی باید بسازیم کی داره میگه چه فیچری باید زودتر بیاد دیرتر باید بیاد یه کاری که ما کردیم که اتفاقا خیلی هم رفتار رو به بتماد اینه که از روز بعد از که ما پیوت کردیم و محصول روش نمی کرد و اینا و این باعث رشد ما شد یه ایدولوژی رو گذاشتیم جلو گفتیم اوکی ما باید مشتریامون رو تبدیل کنیم به سفیرامون که برن تبلیغ کنن چرا؟ چون پول نداریم خرج تبلیغات کنیم هیچ راه دیگه هم یعنی برای جذب درآمد نداریم گفتیم چیکار کنیم؟ گفتیم یه کامیونیتی میسازیم از کسایی که دارن از نام افسارهای نوکد ما میشیم ناکوش ما میشیم نوکد نام افزار نوشن و اینا میشن نوکد از نام افسارهای نوکد استفاده میکنن برای ساخت محصولات حالا یکی که در فرم می سازه یکی که در سی میسازه، می سازه یکی در وبسایت می سازه یکی در زپی رو میک داره اتومیشن می هر کاری که دلش میخواد بکنه میایم یه سری مقالات براش درست میکنیم از فوایدش میگیم میگیم از نوشن و فرمالو میتونی اینجوری استفاده کنی از ایکس و و میتونی اینجوری استفاده بکنی یه کامیتی بسازیم که اینا بیان ما بهشون درس بدیم انگیجشون بکنیم باشون صحبت بکنیم اینا بگن اه چقدر این جای جالبیه ما بریم بشن سفیر ما ما رو تبلیغ کنن و این خدا رو گرفت یک کاری که تون کردیم این بود که گفتیم که آی مردم که دارین از فرمال رو استفاده میکنین به ما بگین چی میخواین و یه بیلدین پابلیک رود مپ ساختیم که بگیم همه چی بازه شما تعیین می‌کنین که محصول ما چی باشه بیا این ساجشن بدین و مردم اومدن و حسابی همه فیچرهای که به ذهنشون میرسید و نوشتند و اونایی که معروف میشد و ما گفتیم که رأی بدین حالا مثلا الان یه فیچر دیدم اون روز هزارو چه طوری برای کامیونیتی نرسید اونو؟ کامیونیتی مونو خیلی ناراحت میشم دیگه اصلا نگی به ترم فیسبوک اول شروع کردیم بعدش هم فیسبوک و اسلک این فعلا خب هم پس باید بریم رو به ترم بعد 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 صحبت می‌کنیم آره شاید آره اتفاقا دنبال جایگزین هستیم آره دلیل هم که دو چی, چی داری دست <applause> میدی؟ داری هر <حر> لحظه <تصفيق> که به درمون داری سواده نمی کنی جدا هم نگهشون داشتی اون یکی اونجا نه ایمیلاشون اون داری نه, نه, نه واقعا دارم راست میگم نه ایمیلاشون داری نه رابطت با هاشون مثلا خیلی شخصی شده نه فردا میذارن میتونی ایمیل بدی هیچ آره. کاری نمیتونی باشون بکنی تازه رقیبا هم تو فیسبوک هستن میتونن سریع سویچ کنن تو رقیبا 20 درصد تخفیف ها یک دسته ساعت دیگه فرصت بدی تا آخر پادکست اگه خریدی آره <applause> جدی میگم ولی تو آخر این بخریم من میگم این ترپرایز بدن با قیمت بیزینس <applause> با قیمت بزنیم بزنیم یه مسیج بدم به بچه ها <applause> خودم دستم بنده الان بچه ها به تو نمی تو اینجا تو اینجا تونستیم سازشتنانی زیادی بگیریم اما یه مشکلی هم اینجا هست تو این روش این روش ها خیلی خوبه آدم ب... مردم فیدوک میگیدن دیگه میگه اینجا مسئولتون مزخرفه اینجاش خوبه این من این کم دارم مشکل اینه که مردم نمیدونن چی میخوان خب مردم <applause> آره. نمیدونن چی میخوان اون چیزی که تو ذهنشه و اون لحظه نیاز داره رو داره میگه چه حرف دل منو زدی آره. چون یعنی انقدر این کسایی که یه سری آ... یه سری کسی به... کس نمیگم چون خیلی این حرفو بهم زدن <applause> میترسم اگه کسی بشنوه فکر کنه من دارم به اون میگم آده... این جمله این که let's be data driven ببینیم دیتا چی میگه غلط که انقدر بد براش شده اینی که یکی یه آیدیا نداره چیکار باید بکنیم اینتویشن نداره چیکار باید بکنیم هیچ بایسی نداره چیکار باید بکنیم بریم ببینیم دیتا چی میگه نجاش میشه همین که بریم ببینیم یعنی مردم چی میگن حالا جدا از بحث دیتا اینا. مردم به قول تو نمیدونن چی میخوان آره بخاطر این دیتا خام به درد برم لای... گور یوزرام <تصفح> گوش کنم به یوزر تو به یوزرات گوش میکنی یه نفر باید شور کرانچ کردن اون دیتا رو داشته باشه, باشه. آره اون دیتا خام بدل دیوار میخوره به درد تو نمیخوره تو بعد یه مغز روش تا بفهمی که چرا این بنده خدا اومده اینو مطرح ام. کرده یه دلیلی داشته پشت این صحبتش که اون میشه ارزش افزوده اونو بعد آدم بسازه و اره. اگر مثلا آدم اطلاعاتش یعنی به اندازه کافی دیتا داشته باشه مینه آها من میتونم پنجاه تا از اینا رو با یک دونه سلوشن هم حل آشان. کنم آدما معمولا تو ویش لیست سولوشن بهت میدن در صورتی که تو باید بری ببینی چی گفته بری ببینی پرابلمش چیه بعد پرابلمو بده تیمت بگی آقا برو برای این فرام سولوشن بده آره. احتمالاً خیلی جوابش متفاوت تر از اون سولوشنی بوده که مشتری خواسته بده خیلی اون نیاز پشت پشت آره. اون نیاز پشت قضیه آره. مثال من زیاد اینو میگم میگم اگر از فورد گفته مثلا که یا یکی دیگه گفته آره. که اگر از مردم میپرسیدم چی میخوان میگفتن اسب پای سریتر به جای اتومبیل این خیلی ویژوالایزش میکنه دقیقا اون نیاز پشتی رو باید حل کنیم اون رو باید پیدا کنیم یکی این بود و چون پرسیدی چطوری داریم تو تیم انجام میدین ما این, این کار رو داریم زیاد میکنیم اون خیلی به ما کمک میکنه و اینکه یک کار دیگه ای هم که من همیشه بهش عقیده دارم اینه که برای ساخت کلا هر شرکت موفقی فرق نداره تو چه حوزه باشه اینه که اگر آدمای بهتر از خودت رو بیاری و اونا بشن مدیران قسمت های مختلف و کار... کار کنه قسمت های مختلف اونا خودشون نفرات بهتر از خودشون رو میارن و این اتفاقی بود که به نظرم تو شرکت سعی میکنیم که داره میفته اینا و کفندره من خودم بهترم و اونا تونستن که خیلی خفن انجام بدن کارو و اونا رفتن نفرات خفنتر رو بردن بچه هایی که الان دارن تو تیمای مختلف کار میکنن و اونها هم در آینده نفرات جدید حالا میدن. یه مثال جالب میخوام برات بزنم حالا اصلا اینا دیگه میگن که میگن A players only play with A players exactly. B, B players bring C players دقیقا یعنی ای <تصفح> اینجوری نیست که مثلا یه لیول هم کم بشی یه به قهقرا میری حالا این نکته یه امروز تو تو آفیس ما بود خب تیممونو از نزدیک 50 نفر الان داون ساوس کردیم به 20 نفر یعنی ما تقریبا بیشتر از 50 درصد و تیم رو سبک کردیم افیشنسی برای آره بره. به منظورم از این حرفی نیست که بچه هایی که دادیم رفتن خوب نبودن چون تمام بچه هایی که تا الان ما ما کار کردن میدونن که مدیریت ما و حتی شخص من تا حد خیلی زیادی خیلی بلبشوه و دلیل با دلیلی هم که ما بچه خدا به زیگرین راست شبه خواهی بیشتر که اونا خیلی بد بودن <تصفح> خیلی <تصفح> اونا خیلی بد اونا بد باشن بیشتر این بوده که من نتونستم پتانسیلشون آزاد کنم It's on me. به علاوه اون می. ببین همون نفهم میره یه شرکت دیگه پتانسیلش شو کوفان. آره میتونه بهتر کنه. آفرین. از منظورم دقیقاً همین بود. یعنی تو تو اون سینرژی با اون نقش شد. تو ممکن تو کمپانی دیگه داره الان میتره کنه. پس منظورم واسه همین که لیبل نمیذارم چون منم همین جوریام. هم. منم ممکنه یه جا نتونم هیچ کاری کنم یا تو یه شرایطی اصلا آن, لاک میشی. میدونی لاک میشی کاری نمیتونی بکنی. حالا منظورم از این حرفی می بود ولی یه جایی توی بازه زمانی ما شا... اونجا که 60 نفر شده بودیم تو پیکمون که همون اوایل هم بود و پول ما رو یه مقداری لش کرد ما اون 7 میلیون دلار 7 میلیون دلاری که اون اوایل گرفتیم خب اینجوری که او حالا پول هست و حالا میکنیم یا یه کاریش میکنیم و این لشمون کرد و و خب هایرامون هم زیاد شد حالا واسه هم میگم من اشتباه زیاد میکردم به خودم فوش میدادم این بود که مثلا من خودم تو ریون تا تا آخرین نفره تا اون جیمی که میخواد در اون پیک موتوری بشه که مثلا آد... خودم اینترویو میکردم در ضمن تو کمپانی از دست ریموت هم بود میدونی کرونا بود اصلا خبر نداشت تیم های دیگه چیکار میکنن فاز اتونومی بده و اینا بود و ما نمیدونیم آقا مثلا یو فردا می اومدیم چون ایشون جک هستن ایشون محمد هستن من جایی که دادش اینا کی یا مثلا واقعا نصف آدم ها رو من نمیشناختم اصلا نشون به اون نشونی که وقتی مثلا کرونا تمام شده بعد شروع کردیم یواشی مثلا دیگه ریموت شده بود داریم. مثلا ماهی یه بار اینجا جمع می‌شدیم یه سری بچه‌ای که مثلا باشین چهار ماه کار کردیم میومدن نمی‌شناختیمش <تصح> میدونی <تصح> 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 و بعد چون سایز هم کوچیک بوده ساخت هنو فرهنگ شکل نگرفته خب وقتی شرکت بزرگ بشه اوکی ها ولی بعد اون فوندانسیونه و <تصح> حالا بل هم خنده داره مدل ساعت صحبت چون اینجوری که چهجوری کردی بعد جالبیش اینه که زمانی هم که برمیگردی عقب واقف بودی داری چیکار میکنی میدونی از همین ولی باز تاثیر یعنی میگم شرایط خیلی مهمه نمیشه شفاهی اینا رو گفت یعنی مثلا من یادمه مثلا ما توی شرایطی بودیم که من اینجوری که آقا با همه آدما اینترویو ولی اونجا اینجوریه آقا من فعلا میخوام یه <تصفح> کدر بیاد کد کنه بریم من اصلا دنبال این نیستم که حالا یارو مثلا چه میدونم این دغدغه ها فرق داشت دیگه گفتیم بدهی ریس کرده آدم دیگه خب الان باید جواب پس بدم فلانی بیاد این مشکل الان باید حل شه ام. این دقیقه ما هم همین داریم این مشکل الان باید حل شه طولم کشیده دو, دو ماه عقبیم سه ماه عقبیم به خاطر دیگه گور بابای کالچر فقط یکی بیاد اینو حل آفره. کنه میدونی به هم همین مرحله آره. بودیم. همین میخواستم بگم که اونجا بعد این همه آدم و یو تیمون 60 نفر شده بود و آدمای رندوم بیره ممکن کاری هم خوب باشن ولی کالچر فید اصلا نبودیم یعنی یکی از یه ملیت دیگه یکی یه جوره دیگه یکی اصلا ات... یارو برون گرفت بعد این دایورسیتی هم که پدر ما رو در آورده بود فیت نمی‌شدن آره, آره خلاص فیت نشد بودیم و بعد الان بچه‌ها که خودشون دارن آرمی الان خیلی وقت دوباره فرانت اند دیولپر می‌گردن و هر بار من اینا که میاد تو دروی میام بیرون من یه نگاه میکنم و اینا اینجوریه ای که آجی اولین تاسک رو نتونست انجام بده آجی یارو مثلا بیسیک ترین هم نمیدونه اعصابا خرد از این کیفیت های پایین اینترویو که اینا دارن میرن تو و بعد من اینجوری میگم که چه جوری پس چه جوری یه زمانی چسا و هر کی می‌دیدین خا... خایر می‌کردین خوب بود ولی الان یهو دیگه مثلا همه برد... مثلا... این خبر خوبی هم هست یعنی الان دیگه ای پلیرها دیگه حاضر نیستن بیپ آفرین آره. می‌دونیم من به چه باوری رسیدم یعنی این بزرگترین لرنینگ زندگی من که مهم نیست چقدر تجربه شخصی داری می‌تونی حالا که خیلی آدم باحالی باشی و اینا و خوب باشی یه کاری کنی که از این تجربه بقیه هم بنفیت بکنن ولی تجربه رو باید این چه من اشتباه رو هزار بار کردم من اشتباهمو شخصی هزار بار نکردم من اشتباه رو چون آدم های تیم تیمم هی عوض شدن و هی رفتن و اینا باید با تیمت اینو تجربه کنی مهم نبود چقدر من میام بگم بچه باید آدم با کیفیت بالا بگیریم مهم بود که با این تیم یه بار چند نفر آدم بی کیفیت بگیری بره توت بفهمی چه دردی داشت دفعه بعدی دیگه همه با هم کارو نکنه که خود ما هم همین بود در ساعتی که من احساس می‌کنم آیا پس من نمی‌تونستم این کاری کنم من... نیازی بود به این تجربه آیا آیا منی که اینو تجربه کرده بودم میتونستم این کاری کنم اتفاق نیفته اه... اینه که میگم این دیالوگو با خودم دارم و دست خودم ناراحتم میدونم اول احتمالا نه جوابش آره. تا تو خودت هم احتمالا آره. خودمون هم یاد نمیگرفتیم خب و این مشکل هست یه نکته تو همین زمینه این من باور دارم که هر کسی دوست داره من تو همه دوست دارم با کسی کار کنن که بهش احترام میذارن خب لوکاپ میکنن آفره. بهش حالا نه تو سا... ممکن اون خفن خفنتری باشه اون خفن خفنتری اون فرانتنت تری ولی تو قبول داری اون آدم رو به عنوان یک نفری که تو تخصص خودش خفنه آره. و ک... ک... بهش احترام میذاری هم شخصی احترام میذاری یعنی حالا کار نداریم دیگه بعد دهن نیست نمیدونم فلان نیست آدم آدمی قابل تحمل که آدم دوست داره باش دوست شه حتی اگر دوست نشه خب آدمی که قابل احترامه اما داری بهش لوکاپ میکنی و ایت ای پلیر ها همه این کسا دوست دارن که با کسی کار میکنن که ازش یاد میگیرن کسی که تو تخصص خودش خفنه خودش شاید بهتر باشه تو تخصص خودش اما من دارم, من دارم هر روز از اون یه چیزی یاد میگیرم حتی اگر تو یه چیز دیگه تو یه حوزه دیگه هست. و اینجور آدم یه تیم ای پلیر می سازه. آره دقیقا دقیقا کالچر ساختنش ولی سخته و این نشون میده که چقدر مهمه که تیمر هم نگر داری ببین الان واسه همینه که چه میدونم مثلا استیو جابز از نک میره نکس رو بزنه تیمش رو با خودش میبره میدونی یا مثلا ما میگیم اوپن یا مثلا این اوپن ای قبلا همه با هم کار کردن همه میدونی رفتن مثلا چه میدونم آه... خلاصه حرفم اینطوریه که شاید هم حالا به خاطر این شرط جغرافیه ماست که اینقدر ترکیدیم هی باید میرفتیم من بعد دارم دوره تو چین تیم جدید تشکیل بدم من بعد دوره می‌رفتم توی کانادا تیم جدید تشکیل بدم یعنی این نتورک کانکشن برای ما خیلی به این بخاطر هم که آمریکا هنوز آمریکاست ام. خب آفه نمیره آره. همین بگم کی میگه آقا اگه آمریکا بچه من از آمریکا میرم کجا میری میدونی آره. میتونی عوض کنی چون دیزاینش اینطوری شده که نیاز به ترک کشور نداری اگه حال نکردی ایالات عوض کنی میتونی بری قوانین دیگه خیلی کار باحالی کردم از بوده ام. یعنی واقعا میبینی که یه دیزاین پشتش بوده که به هر کسی دیگه چون هر چند سال یه بار میگی تو اخبار می... میشنوی The next ولی دیگه الان علام... آلمان انگلیس فلان فلان همه جا استونی مثلا اما مهم, مهم تلنته یعنی واقعا اون هایی که با هم بتونیم کار بکنیم تیمه خیلی مهمه که با هم دیگه بتونن کار بکنن و هر جا بیشترین تلنت رو داشته باشه برنده است آره امکانات م... م... مگر اینکه تریدرها رو تکی شخصی واسه خودشون پاشن برن مثلا دبی <applause> حالا درسته خیلی داره جذب تالنت میکنه و کار دو... ولی منم به این چه رسیدم یعنی مثلا من یک از دلایلی که الان تصمیم گرفتم کانادا رو ترک کنم خیلی وقت از تو مخمه ولی الان یه تصمیمشو گرفتم فقط به اینکه تازه بچا رو آوردیم تو آفیس و اینا فعلا میخوام یک سال نیم دیگه کنارشون کار بکنم تالنت هاجی تالنت من پیدا نمیکنم دلت نمیسوزه برای سان کاستش <applause> برای اینکه این همه زحمت کشیده تازه این تیم رو اینجا ساختی اه... تا یه سال و نیمه دیگه خدا بزرگ میدونم به احتمالا میگم ولش کن نمیرم ولی نه راستشو بخوای مثل تصمیم ترک ایرانه مهم. با همون احساس رو به کانادا دارم اکی. همون توییت رو احتمالا به کانادا دارم این دفعه انگلیسی آره. این دفعه انگلیسی میزنم و میرم چیز میرم امریکا و حالا امریکا ولی دلیلشی دارم میگم تالنت نمیبینم و دلیلم داره تن یعنی میفهمم چرا تالنت نمیبینم ببین واقعا مثلا تو کیانو ریوز هم کاناداییه تورنتو بچه تورنتو ای... کی مونده کانادا <applause> نمیمونه کانادا من بهترین بازیگر کانادایی دوست دارم سر... به اینجا سرت به سقف میخوره تو هم حالا بیا کانادا برو پور ریس کن اتفاقا ما دیروز یه... دیشب یه فاوندرز دینر بودیم با فاوندرای ایرانی شام <applause> رفته بودیم بیرون حالا ام... که همه این وسترا آمریکایی ان هر کسی بچه دو این... بعد اینوستر آمریکایی نگیری اصلا اینوستر کانادایی نمیاد یعنی اینوستر کانادایی تلفن تو جواب نمیده تا این وستر آمریکایی گرفتی اینجوری که الو آقا ما هم هستیم تو این راوندا آره. داداش تو جهاد تلفن تو دیروز نایم. ما به اینا میگیم فالوور آره، هیچ وقت این خودشون تصمیم نمیگیرن میگن فلانی اگه آره. هست منم هست کشور سوشالیست سقف بین سرت خیلی زود میخوره تو سقف یعنی م -م. آره میتونی تو شو... تو, آ... تو آ... میتونی ادعا کنی که آقا من اومدم تازه توی کشور آقا من حواست باشه 15 16 سال اینجا <applause> تو اینجا دیگه الان مثلا اول میگی آقا من با 60000 دلار حقوق شروع کردم بعد یواشی شدم 80 بعد 100 بعد 150 15 سال دارم کار میکنم حاجی تو دیگه اینجا برسی به 200 250 300 400 500 فرق نمیکنه دیگه تو همون آدمی با همون لولی سرت خیلی سری میخوره به سقف رویات که کمپانی بزرگی داره در نمیاد تالنت نمیتونه بیاد اینجا اصلا پیش تو تو این شرایط زندگی بکنه میدونی اکوسیستمی نداره اکوسیستمی نداره و... و اتفاقی که برای ایران افتاده من دارم برای کانادا افتادنشو می با دارم میبینم آخه یه سری اشتباه مشترک داره <تصف> <آه، آه>، آره یه سری اشتباه مشترک چرا چون بزار من به عنوان شخص سالس میگم که یک مارکت خیلی بزرگ که مارکت آمریکا باشه همین بغل دستمه کوچه پشتیه اگه من یه کشور داشتم یه جوری می کردم که بتونم از اون مارکت استفاده بکنم نه اینکه من بشم مصرفگرای اون مارکت نه اینکه من تلنت هم برن برای شرکت آمریکایی کار بکنم مفرم. من یه کاری میکنم که شرکت آمریکایی بیاد اینجا اما جوری طراحی شده مثلا رو قیمت ها اینجا گرونه حالا جوری طراحی شده که خب نمیصرفه که شرکت آمریکایی این کارو بکنه نمیصرفه که اکوسیستم اینجا شکل بگیره خیلی راحت آره اصلا همین مشکل تلنت که دارم میگم منظور نیست که تلنت در کانادا نیست تلنت برای کانادا نیست برای کانادا تلنته اینجوری که داداش من میگم دیگه ما الان چالنجمون تلنتو <applause> که اولا الان دیگه همه شاخبازی که آقا من ریموت کار میکنم یا حداقل سه روز رفته بعد ما هم اینجوریم که داش خب اگه میخوای ریموت کار کنی که من برای چی از کانادا ریموت بگیرم پول کانادایی به تو میدم از زیمبابوه میگیرم میرم از اوکراین میگیرم میرم از هزار تا جای دیگه میگیرم از ایران میگیرم از صد تا جا میگیرم برای چی ریموت بگیرم پول کانادایی به تو بدم تا از کانادا کار بکنی از آلمان میگیرم از آلمان میگیرم از از هر جای دنیا میگیرم الا کانادا آره. میدونی اینه دو یارم این جوریه که من حقا بهشون میدم اینطوریه که آقا تو دو... دلارت که 34 درصد ارزان تر از دلار آمریکایی که هست زورت هم که اندازه کمپانی کامب... آمریکایی نیست الان استارتاپ ها اونجا اولا که 20 میلیون داره فاند ریز داره میکنه به یه اینتر دارن هزار دلار میدن میدونی به یه س... سنیور بابا من باورت نمیشه حالا کامپای بچه های امریکا رو من نگاه میکنن کامپنسیشن پکیج که حالا یا حقوق یا مجموع حقوق و سمامی که دارن رو, ریشه پونس هشی دلار تو ساله این USD من چجوری بیام اینو بیت کنم میدونی؟ خیلی واقعا این بده این اتفاق و یه جهتی هم به خاطر اینه که هزینه های اینجا زیاده آره. یه رنت طرف میخواد بده کل پیچک شود بده رنت میگم یا خب حق میدم این اشتباهاتی بوده که کردن راه حلم هم داره ها راه حل داره میتونن درستش بکنن چون یه تصمیم درست گرفتن تالنت اووردن ولی استفاده نکردن خب آره, آره. اگه اشتباه فهمیدن خب فکر که مثلا یه برنامه دارن اینجا, اینجا هم داره استارتاپ ویزا مثلا که ش... کمپانیا پاشین بیان اینجا و فکر میکنن که تو دولت ها فکر میکنن که این برای اینه که کمپانیا بیان اینجا تکس بدن کمپانیا بیان اینجا نه 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 این برای اینکه تلنت بیارن با خودشون این دقیقا اینه که بهترین ها رو بیارن کمپانی میاد بهترین تلنت هم میاره تلنت ها تلنت های بهتر رو, رو میارن اینا استخدام میکنن بهترین های مثلا الان یونیورسیتی با تلو اینجا بده کلی آدم خفن توشه یا کلی دو دیگه دانشگاه دیگه که آدمای خوب توشن میان اینا رو ترین میکنن اون شرکت خوبه و اینا میشن بهترینا اکوسیستم رو من باید بسازم نه اینکه یک چیزی بسازم که مصرف بشه دوباره برای یکی دیگه میگم این مشکل همین سوسیالیست بودن دولت آره. 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 خیلی جالبه یعنی من حتی چیزای دیگه که داشتم تا مثلا توی این یوتیوب آه... ویدیویی که خیلی بین امریکا و کانادا و دلایلی که آدما دارن میرن و مقایسه میکنن و کامنتار داشتم میخوندم دیده آدم جالبه حاجی مثلا اینطوریه که حالا باشه من الان اینجا رو ر... ر... من کانادا ر... کنم این چشوری نیست که من بچه‌م بخواد با همین شرایط دیل بکنه یعنی من اگه اینجا تشکیل خانواده بخوام بدم آدم بگیرم بچه‌م بدون بیاد بچه من چی باید با این استرس و با این شرایط و با این ناعدالتی که الان اینجا برقرار شده تو اینجا چه نمیشه من. <تص> کار من و تو هم الان سیت کاشتن دیگه ما <تص> ما اصلا اون فاز ما فاز جنگجو برامون داشت آقا با هر شرایطی نداشت کارت به عنوان یه اینوستر تو حالا با زمانت. نه این با پولته اینجوری که ریسک تو کم کنی کم کردن ریسک یعنی بری یه جایی که ریسک کمه دقیقا و میتونی که رشد بهتری داشته باشی میتونی بهتر استفاده بکنی وقتی که آپشن های بهتر هست خوب چرا آه. این نکته البته میگم اینجا قابل اصلاح هست بعد یک چون خیلی کارای خوب کرده ولی کارهای بدم زیاد کرده این کانادا پروداکت مارکت فیتو پیدا نکرده دیگه واقعا من همینو میتونم در مورد استانی هم بگم خیلی کارای خوب کرده ولی یه سری کارهای بدم کرده که باعث شده که به اون جایی که میخواد هنو نرسه اینو در مورد همه کشورم میتونه که آره آره متاسفانه کشور خودمون هیچ کار خوب نکرد همه کارش تا اون بود اینکه یک کم مشکل سازه آه آه. قبل از اینکه او آلموست دو قبل از اینکه یه ربط وقت داریم تا بشه دو ساعت موند میخوام یه مقداری راجع به این مسئله صحبت بکنم چون این چلنج جالبیه که الان داریم که الان تصمیم گیری در رابطه با اینکه چی بسازیم پروداکت تو اگه سی او ای کی داره لید میکنه که جوابش تا سی ای تو شرکت کوچیک مسلما باید سی او باشه من این رو من باور دارم و تو شرکت بزرگم خوبه که اون وظایف سی او رو بدن به سی او یا یه سی او استخدام کنم و اون بند خدا هنوز بمونه رو پروداکت این اتفاقی بود که برای فکر کنم هممون یعنی برای من 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 که سر ریحون اینجوری بودم که تنها کاری که من دارم میکنم نساخت نساختن پروداکته اشتباهه آره چون انقدر و ایران هاشیز یا همش این اداره اون اداره این معطوم داده چون از برای آی ساین اپ فور دیس کاری هم آره کاری سیوام یو هم نمی کنی, آره، نمی کنی آخر. آره، آخر. وکیل بیشتر انجام میدی آره، آره، آره. ولی آره خب بعدونو میدیدیم یکی دیگه, دیگه. دلیگیت بعد میکردیم میدیدیم یکی دیگه ولی نمیشه تو ایران دلیگیت کرد ولی چون ما وظیفه اصلیمون ساخت پروداکت دیگه خب و اون چیزی که مردم از ما انتظار دارن پروداکت رو میخرن ما سافر از سرویسیم آخر یه نرم افزار داری از من میخری دیگه کار دیگه ای که من برات نمیکنم که سرویسی که بهت نمیدم که داری اینو میخری از من سافر رو میخری و اگر من رو پروداکتم تمرکز بکنم میتونم از رقیبام جلو بزنم ام. چرا چون دقیقا رقیب من دب. چرا نویشن خیلی خوبه خب من به عنوان یک پروداکت خوب قبولش دارم اینکه واقعا رو پروداکتش کار اوه. کرده خب و پروداکت هم نیاز رو باید حل کنه و یه نکته اساسیش هم رابط کاربریشه یو آیشه مثال خیلی معروف امروزش اوپن بود الالم همون هم بودن سیستم هاشون هم بودن اما ایدئولوژی که من اینو بکنم چت‌بات و بدم دست مردم و یک یو آی به این شکل بهش بدم و یک راه حل جدید درست کنم یه یوز کیس جدید براش درست بکنم باعث شد که بریم نکس لول همینطور که سی ساملا از زمانی که یو آی نداشتن بعدش موس اومد و اینا بازی رو عوض کردن مثال زیاد داریم دیگه از زمانی که آیفون اومد و صفحه مقاومتی شد صفحه خازنی مولتی تاچ حالا بازی عوض شد دوباره گفت چرا من موبایل رو بسازم چرا من اپلیکیشن های موبایل رو بسازم مردم بسازین همطور که قبلا ویندوز ساخته و تونست بازی از من ببره همون کار من تو اپل میکنم بازی از اصلا اپل اینه که هر پروداکت ریولوشنری که ما دادیم بیرون به دلیل یک نوع یوزر اینترفیس بود Exactly. مک موس نمیدونم آیپاد این ویله دقیقا آیفون تاچ همیشه اینجوری که یک یوزر اینترفیس جدید ما دادیم چون که مردم رفونش... اینطوری میفهمن که چطور با یه پرودکت خوب کار کنن یعنی هم باید من یه نیاز رو پیدا کنم و یک راحل عالی براش پیدا کنم پرفورمنس خوب نیاز رو جواب میده اتوماتیک همه چیش درسته و هم باید یک جور خوب اینو به مردم بشناسونم که باش بتونن کار بکنن این دوتا را که داشته باشی یه پرودکت خوب دارادم و میتونه بگه که اوکی این الان یه پروداکتی که همه دوستش دارن همه هم تو زیراکس پاک رو درست کرده بودن آره اینا خوب <applause> پیچیدن و خوب مورم پروداکت مارکت مارکتش کردن حالا الان همین این مشکل بدن... زیراکس همون بود که دیمن نساخت برش اینا آفرد تونستن آفرد. دیمن بسازن ببین ده من ده سی او اوراکل ازش پرسیدن که نظرت راجع به سیف جابز چیه؟ <تص> گفت تنها کسی که میتونه یه پروداکت رو بگیره به شدت کرافتش بکنه و کاملا تبلش کنه به یه پروداکتی که به درد عموم مردم بخوره سیو جابز یعنی هایلی کرافت یعنی مثلا این ایده که مثلا شاید تو واقعا تو مثلا یعنی زیراکس هم شوره شو داشته شاید مثلا ما باید بریم الان مو ساختیم ها اینو نشون... دلیلی داشته که من آره. ساختمش. <applause> ولی خب واقعا یک فانکشن دیگه ببین دیگه به نظر من من اونجا میشه که احساس میکنم تمام این داستان ها آخرش آه... کلمه به قول تو پاتس قبلی با مدیر عامل تیوال گفت من معماری رو خیلی دوست دارم من حرفش رو خیلی حال کردم به خاطر اینکه معماری توش هم مهندسی هست هم هنر آخرش این کاری که ما داریم هم میکنی استارتاپ و اینا آخرش جی هم معماری هم هنر میگم هم, هم مهندسی هم باید یاد مهندسی هست. حتی مارکت مهندسی کردن دیمند مهندسی کردن اینا یعنی و به نظر من اصلا راست چه من اینجوری آخرش <تصفح> آخرش این تیپ آدما بیشتر هنرمند یعنی تیپ آنترپرنور و اینا آی dont like the term businessman میدونی بعد یه سری آرتست یعنی تمام من حتی مسی و این ورزشکار اینا رو من بیشتر هنرمند میبینم میدونی تا مثلا یه کاتگوری دیگه ای و واقعا هم نیستن بیزینسمن من خب معمولا یکی دیگه کنارشون هست که اون یکی بیزینس من خوبیه آره, آره. یا مثلا کوکیل هست آره و یا مثلا اونایی هم که مثلا به جای میرسن مثلا سری میرن تو خط ویسی شدن و اینا یعنی خیلی تو این حوزه نمیمونن که اوکی ما بسازیم بیلدر ام. بسازیم و اینا اما این ازدواج بگیم مهندسی و هنر به خاطر اینکه تو میتونی کشف کنی پتانسیل اون محصول رو ام. این میتونه چی بشه من میدونم امروز مزخرفه این ده این میکروفون من میدونم باش میتونم چی کار بکنم چه پتانسیلی میتونم ازش در بیارم گوهر درونش رو استخراج کنم در بیارم این یه هنریه که باید یه پروداکت منیجر خوب داشته باشه و میتونه که بسازه حالا این دومیلیون میلیون رو میخوای چیکارش کنی میخواد خرج مارکتینگ کنی میخوای خرج پروداکت بکنین میخواد خرج, پروداک بکنی؟ خرج تالنت بکنی رو پروداکت که باید خیلی کار کنیم چه قدم بهتر رانوی میده رانویمون آره. خدا شما الان یکم چون هنوز مثبتیم آره نه مثبتیم هنوز آره ده بعد البته منفی شدیم الان یکی دو ماه دو, دو سال خورده ای هنوز داریم که نگران نباشیم چون من دیگه هم تو این قضیه زیادی محتاطم و این بروستا. بده نه به من الان ما واقعا فشار رومون باعث داره میشه کانفلیکت داره با بچه‌ها الکی این فشار میذاریم چون بله از عمر این وسارا اینجوریان که خب روش نمیکنین به اون اندازه آه. که میخوان یعنی اونها اینجوریان که اگر این کارو بکنی ممکنه روش سریعتر بکنی یا اگر مثلا الان ادورتیزمنت برین آه. تبلیغ برین چرا نمیرین مثلا اینا باعثه که آدم تو یه دوراهیه اگر محتاط نباشم این پولش شد دور ریخته اگه باشم فرصت رشد در دست میدم اما ما بعد جامونو تو بازار پیدا کنیم خیلی راحت این یک به پروداکت مارکت فیت برسیم یه شرکتی رو بسازیم که استیبله میتونه رشد بکنه یه پروداکتی داره که همه دوستش دارن توی صنعت خاصی مثلا بزرگ شده و اون موقع است که به راند بعدی فکر کنیم پس الان الوکیشن بی... یعنی این بی... از, از باید باید میشه... از این پول بیشتر میشه مثلا 70 درصد مارکتینگ 70 درصد مارکتینگ و چه تیپ مارکتینگی رانینگ ادز نه برای م... رانینگ ادز که باید بشه افیلیت مارکتینگ رو امتحان کردیم؟ کردیم نتیجه افیلیت مارکتینگ به خاطر اینکه فقط ایمپلیمنت کنی کار نمیکنه like, با یه کاری بکنی مارکتینگ یه کامیتی بسازی برای اون مارکتینگ خیلی تو کوچولا کار نکرد ولی تو پارتنرهای بزرگ کار کرد مثلا ما مثلا مثلا ما با پی دبلیو اس پارتنریم واقعا کار کرده تونسته مشتری بزرگ بیاری. خب همین من میگم آره. مثلا ما طولمون یکم تریکیه شاید واقعا اونقدر هم کانسومری نیستیم مثلا من باب مثال وب درصد خیلی از بالایی از کسایی که با وب کار میکنن ایجنسیان که یه سری مشتری دارن سایت دلوقتي. میخواد وب فلو پارتنرا دارن میسازن خود مشتری نرفته با وب فلو اصلا وب فلو مارکتینگ ما هم الان یه, بخش خیلی از خوبی رو پارتنرها و ما تشکیل دادن دقیقا ما هم یارو اومده گفته آقا من وبسایت میخوام اینو میخوام کامیتی هم میخوام اون خودش رفته اصلا فلو با وب فلو سایت با یعنی اون داره آن بی ما میفوشه برای اون اون یوزر اصلا نمیکنه چه تکنولوژی داره استفاده میکنه حالا ما اینجا داریم برای اونا هم افلیت مارکتینگ به وجود آوردیم او هم پارتنرشی پروگرام به وجود آوردیم او هم, هم مثلا که مثل وبلو تمپلیت میتونی بدی تمپلیت هم اگه بدی درسش هم تماش توی زیر شاخه مارکتینگ ولی من خیلی خوندم که خیلی از کمپانی ها که بعد استکینگ هم هست دیگه یعنی یو اینجوری نیست که یه چنلت کار بکنه تو اول اینو اضافه میکنی بعد اینو بعد اینا رو هر کونش هست کنی کامپاوندت خراب میشه اینو یواش یواش باید همه اینا رو لایه لایه اضافه کنی تا یه استکینگ ایجاد بشه که یه یه, یه مجموعه اتفاقاتی به هم اسیست میکنن تا مارکتینگ ویلت بچرخه همیشه همین بوده دیگه اینکه بعد مثلا اون کامیونیتی باشه بعد پروداکت گروت باشه ادورتایزمنت هم کمک میکنه چون ریتارگتشون میتونی بکنی نفرات مشابه تفکر لک like لایک میخوام بگم تفکر مشابه رو دور هم جمع بکنی و بیان پروداکت رو ببینن تست بکنن برای ما یکی فریمیوم خیلی جواب داده چون از آره. سیستم ما فریه بعد بجمون اونجا هست که مردم بیا تو خودمون کی ای رفتیم این پروداکت رو رو لندینگ من اینو میخوام پی آره. هیچ که پولش نداشتم و باید تست بکنیم با من راست شو بخواید تو ما چالش هم تو چون ما هم اول انترپرایز بودیم ما با تازه ما الان یه ما نشده پروداکت اون باز کردیم با رقم های خوب شده 20 آره بابا داره تازه ایلا. یوزر داره می... تازه اون یوزری که تست میکنه میفهمه برم انترپرایز بگیرم ببین من این تجربه رو خودم داشتم من دنبال ام... با همین میکروفون و اینا یه سری قرتی بازی آهنگ و اینا میکنم و کاروکی و اینا دنبال یه پلاگین وی اس برای همین که لایو الان دارم حرف میزنم بتونم رو صدام فیلتر بندازم بد جورم یعنی مثلا فیلتر رو نمیدونم آتوتیون و از این داستان ها بد جورم پی... یعنی اصلا پولش برای مهم نبود میخواستم اینو یه پلاگین معروفی هم هست 230 و سی هست آه... پایم بودم بخرمش رفتم سایتش و اینا اینجوری میگه فقط میتونی پول بدی دانلود کنی من اینجوری که دادش یه یه تست آه. یه،, یه اصلا یه بار اجراش کنم فقط من اصلا میرم کار میکنه میتونم بعد آره آه. بعد اینجوری بودم که منی ای که اینقدر پی بودم و اینقدر دنبالش بودم بخ 230 دلار شهر ماشین دادم فقط به خاطر اینکه اجازه تست کردن نه دیگه من نمیرم ریکوست اسک نمیکنم کنم دیگه آی ام گوینگ تو از از همونجوری گفتی کاست اف کویچ خیلی سرچ بعدی این ورسز یه ورسز میذارم پشتش یه وی اس پشتش میذارم رقیبش پیدا میکنم تمام تمام دقیقاً همینه بعد اون مشتری از دست میده فکر میکنه که مشتری دست آه. نداده ولی اون مشتری دست داده و من اینو خیلی باور دارم که میتونه خیلی کمک کنه به تست کردن و اینکه مشتری مشتری اینترپرایز ما هم همینطور بودن مو مشتری مون بزرگترینش حتا فری شروع کرده بود تست کرده بود بعد دو ماه یه پکیج کوچیک خرید بعد 19 دلار یا چنین چیزی خریده بود بعد ایمیل زد که ما میخوایم باهاتون کار کنیم خب بیایم کار کنیم این جواب میده به نظر من نمیتونم بگم برای همه صنایع جواب میده ولی برای صنایع مثل ما مثل ساس دسته قابل قبولی از ساس ها کاملا جواب میده که به مردم یا فریمیوم یا فری ترایال یک چیزی بدیم به مردم که جذب اعتماد کنیم <applause> خب که آقا من به محصول خودم مت... مطمئنم بیاد صحبت یه بار با با یه سه دیگه میخواستیم بخریمشون اتفاقا تو همین بحث افیلیشن هم بودن و اینا میخواستیم بخریمشون رفتیم جلسه و صحبت کردیم و اینا گفت بله ما از همون اول انقدر پول میگیریم قرارداد سه ساله است پولش هم زیاد بود و اینا گفت از زمان تا بزو ببینیم اصلا با هم کارمون میاد اصلا نرم شما, شما به درد میخوره یا نه این قراردادی که جلوی من گذاشتی یعنی خودت به نرم خودت اعتماد نداری اصلا که کار میکنه از همون اول تو رو میخوای لاک کنی طرف و سه سال پول بده ولی چون میدونی که شما ما هم همین کارو ما به پروداکت خوب اعتماد نداشتیم اینجوری که که به دست خودش آنبورد بشه که بی خیال میشه اتفاقا ما هم واقعا سر همین این کارو کردیم ما هم به خاطر بی نسبت به پروداکت خودمون <تصال> اینو انترپرایزش کردیم که چون این یوزر انترپرایز هم گیر و گورش هم کمتره اینجا که یکی دیگه خریده یکی دیگه میخواد استفاده کنه یکی دیگه هم پولشو میده اینا میگیرن وای <تصال> می هم میسن میدونی ما تا اون موقع فیکس کردیم و واقعا با هم زندگی و حقیقتش چون پولش هم زیاده میارزه که شما سریع اوکی هیاتی بری آدم فیکسش کنه میدونی برای 19 دلار اینا نمیارزه ساپورتش بیشتر میشه و این باعث باعث این عدم اعتماده باعث میشه که خیلی محصول اصلا شکل نگیرن نتونن بزرگ بشن تو باید اعتماد سازی بکنی هر جور که میتونی من اینقدر خوبم من مطمئنم هر جور دلت میخواد با من استفاده بکن خودت میه پول میدی من اینقدر مطمئنم از محصول خودم کمک میکنه آقا عالی دمت خیلی گرم پس اگه بری که میای من فکر میکنم الان باید سر بزنم به اون دفتر یه یه ماه دیگه برمیگردم آه, آه میری میای؟ آره پس هی برام بیام بینشون آه گفتی من مزافره نه بعد اینه به دیگه کاس و بعد آدم یکم تو فرودگاه سرگردان بشه آقا ما که خیلی خوشحال میشیم به قول تو یک دلیلی که من کانادا اگه نتونم دل بکنم همین اینه که یه جای دیگه بودم انقدر اینجوری نبود تو رو ببینم این بیاد اون بره اون بیاد میدونی اصلا این ور دنیا آره سورپرایز نمیشه یکی رو ببینی اینجا اتهام اینجا اینجوریه خیلی حال میده اینش خوب این رو داره آه... دوستا اینجا من دوستای تهرانم بیشتر آره. شده آره، همه هستن دیگه من ترسم میترسم برم تهران دمت گرم آقا خیلی دهیرسی. حال داد خیلی خوش گذشت دمت این بحث پروداکت مارکت فیتو واقعا فکر کنم یکم بیشتر بعدا با هم حالا صحبت هم بکنیم جدا حتما ببینیم چیکار باید بکنیم این مشکلیه که پنج سال هم شده ما حالا انقدر حالا بدبختی هم نمیشه فقط دوین این کار کرد ولی ولی, ولی میدونی که اگه اینو درست کنی بقیه بعد وقتیا درست آره. میشه خودش اتوماتیک چی هم درست آره. میشه اصلا ما یکی از آره. مشکلات هم اینه دیگه آره. این اینه که حل نکردی چی بسازم کدوم فیچر رو بسازم به کی بفروشم همه اینا الان هزار تا مشکل دیگه پشتش به وجود آورده آره. اینوستمنت هم درست میشه آره. تیم هم درست میشه با... 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 آره. چک بکشم کی بکشم آره مارد روش میکنی آفرین آره این مشکل مادر مشکلات آره. دقیقاً نمیدونم چی جون افتیم تویش ولی همین راش تفتی توش ببینید کدومش کار میکنه دقیقاً آره ماشیش